بینندگان عزیز با سلام به شما. دو سه دقیقه زودتر شروع کردیم، این هم به این خاطر که وقت داشته باشیم بتونیم روی صفحه فیسبوک مردم تیوی هم این ویدیویی رو که در حال حاضر به صورت زنده پخش میشه برای اونها هم شیر کنیم یا پخش کنیم یا هر چیزی که شما اسمش رو دوست دارید بگید و بذارید. در صورت امروز دوشنبه است، پنجم تیر ماه 1396 برابر با 26 جون 2017 میلادی و آقای بابک هروی ساعت 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود، 5 دقیقه با خانم فرنوش عقیلی خواهیم بود، 14-15 دقیقه با دوستمون از خلیج فارس خواهیم بود و درباره دوشنبه هفته گذشته به خاطر اون طوفانی که در منطقه ویرجینیا و شرق آمریکا آمد و خیلی هم بد بود، ما شانس آوردیم. چون بذارید من اینو شیر کنم با دوستان مردم تیوی، میام خدمتتون. شوربی با مردم از کجا؟ از یو اس ای، ولی امروز 26 ماه جون سال 2017 است و وبسایتمون هم هست mardomtv.com که از شما خواهش میکنیم اگر دوست داشته باشید حمایت کنید و برنامه خودتون رو بذارید با مردم صحبت کنید. خب بله، هفته پیش دوشنبه وقتی که ما صدای این دوستمون رو پخش میکردیم اینجا 3 بار برق قطع شد. حالا تازه ما چون جز مناطق جدید هستیم، اون جایی که 100 سال 200 سال اینها هست نیستیم و اینجا حدود سال 2003 هنوز 15 سال نشد و یکی از جایی هست که سیمای برقش زیر زمینه، تقریبا مثل اروپا و مثل آمریکای غرب وحشی که ستونهای تلگرام و تلگراف و تلگراف کنار جاده ریل رود میدیدید و نمیدونم اسبا حمله میکردن و سیما اینجور و اونجور، هنوز داریم اینجا. هنوز اینجا یه بادی که میاد، یه بادا طوفان نه، درخت ریشه نداره، میفته سیما رو میندازه پایین تو خیابون، به اصطلاح چه خسارت هایی که به بار میاره. جالب اینه، یکی از دوستان گفت که فکر میکنم تو اون چند دقیقه این دوستمون چیزای خیلی مهم میگفت و یک دسیسه‌ای در کار بود که پخش نشه. نه والا نه بلا همچین چیزی نیست. یادم میاد سالها پیش این آقای حمیدرضا زاکری اینجا برنامه داشت، اینا نه خودشون توی وزارت اطلاعات و اینها بودن، همیشه این فکر دسیسه و اینها تو مغزشون دور میزنه. ما اینجا نگاه کنید دوستان، من الان اینو براتون چیز میکنم، امروزم اینو فدای شما میکنم. ببینید این زیر الان نوشته چی؟ نوشته مردم تیوی فلان اینها. من میخواستم رنگ این رو عوض کنم، اسم ایشون رو به فارسی نوشته بودم و مثلا پیرنی که پوشیده بود با اون یکی بود، من میخواستم رنگش رو عوض کنم. غافل از این که این پروگرام وقتی که ما فارسی گذاشتیم داخلش قبول میکنه، ولی بعد اگه یه رنگی عوض کردیم اون فارسی رو نمیتونه بخونه. الان به شما نشون میدم ببینید به چه صورتی در میاد. و بله، من اینجا تا این رنگ رو عوض میکنم، حالا ببینید اون چی میشه. ببینید شد یه سری علامت سوال. شما اینو داشته باش. این دوست ما که اون موقع از آلمان بود تماس گرفت، آقای سوربی دسیسه کردن، شما دیدی چجوری اسم منو برداشتن؟ گفتم بابا این پروگرام وید بلسته، اگه خواستی من اسکایپو برات وصل میکنم نشونت میدم، اینقدر تو فکر دسیسه نباشید. از این دوستمو خواهش میکنم که اون قسمت یا اصلا اون برنامه هشتم عقل بشر رو یه جوری تیک تیکه هاشو توی قسمت های دیگه در برنامه های آینده بگنجونن که من و شما بشنوید. و دوستان باور کنید، من اول به ایشون گفتم که به من گفتودن نظر خودتم میخوای، گفتم من صبر میکنم با بینندگان بشنوم به دو دلیل، یکی این که تازگی داشته باشه برم بعد بتونم نظر بدم، یکیش دومیش این که نخوام یه چیزی رو فیلتر کنم و منی که چیزی نشنیدم چرا بخوام چیزی رو قطع کنم.
و ایشون تا حالا کدوم حرف بدی زده، کدوم حرف ناسزایی زده، کدوم حرف نادرستی زده. درستان نه دوستان، نه دسیسه‌ای بوده نه چیزی. و شما برید روی گوگل بنویسید ستورم، یعنی همون طوفان باد بارون اینها، تاریخ 19 جون، بعدم بنویسید ویرجینیا، ببینید چه عکسایی چه فیلمایی میبینید. ما لاکی بودیم، ما جز خوشبختاش بودیم که چون تو منطقه نو هستیم همینجا سه بار قطع وصل شد. منطقه کهنه ترانسفورمرها پخ تو منفجر تا 2-3 روز، میگو مثلا هنوز 100,000 تا، بعد میگو هنوز 60,000 تا، هنوز 40,000 تا خونه برق ندارن. و شد چی؟ دوشنبه 26 جون برابر با 5 تیر ما، روز جمعه، ممنونم از این دوستمون همشهری عزیزمون زنگ زده بود و میگه آقای سوربی تاریخ رو اشتباه نوشتید، تاریخ رو درست فرستاده بودن، من اینجا اشتباه گذاشتم، چون از دور این 22 با 23 رو متوجه نشدم. در اصل ازتون عذر میخوام، دیگه وقت اون رسیده که ما کاری به تاریخ و اینا نداشته باشیم. اولا حرفای من شیر پاستوریزه است، هیچ وقت خراب نمیشه. دیدید شیرای ارگانیک یه روزه دو روزه خراب میشه، شیر پاستوریزه یه هفته دو هفته میمونه. زندن من درباره چیزی صحبت نمی کنم، مثلا نمیگم در این لحظات حساس بریم حکومت رو بریزیم پایین. میگم آقا خانم همه لحظات حساس بوده، هستن و خواهند بود. شما که 39 سال گذشته هیچ غلطی نکردید، حالا چه چیزی عوض شده که لحظه حساس شده؟ بلش کن بابا بخیر. در صورت عید فطر، عید فطر گویا امروزه دوشنبه، ولی توی ایران اون جمعه راه پیمایی روز قدس رو میرن که یک جوری هم نمایش قدرت شده اون تندروها. این اصلا کلمه کانسرواتیو ما استفاده نکنید، کانسرواتیو یه چیز خیلی خوبیه، یه کلمه درستیه. اون تندروها توی ایران بر علیه اصلاح طلبا زور چی میکنن به اصطلاح نشون میدن، دندون نشون میدن. ماجرای دندون نشون دادن که میدونید، میگن حیونا برای اینکه به اصطلاح طرف مقابلی که میخوان حمله کنن دندونشون رو نشون میدن، یعنی من با این چنگ و دندون تیکه پارت میکنم. و جالب اینه که آمریکایی ها هم چون قبلا با تیر و کمان هم دیگر میکشتن، البته نه از اینجا از اروپا اومده، وقتی میخوان به هم فوش بدن، یا اول فوش نبوده، اول قدرت نمایی بوده، انگشت وسطشون رو نشون میدن که باهاش اون زه تیر و کمان رو میکشیدن، و الان این دیگه شده یه فوش رسمی. تو تلویزیون آمریکایی اگه اینو نشون بدی تازه روش رو اینجوری چی میکنه من نمیدونم دیگه، هر کسی میفهمه که خب این انگشت وسط رو نشون داد. اینجا همون معنی بیلاخ خودمون رو میده برای اینا، ولی در حقیقت از این بوده که من هنوز هم انگشتم کار میکنه و میتونم تو رو بکشم. دلیلش هم این بوده که هر کسی دزدی میکرده، کار بدی میکرده، دستشو قطع میکردن، انگشتشو قطع میکردن که نتونه جنگ کنه، نتونه کار کنه. پس این انگشت قطع کردن، دست قطع کردن، سر قطع کردن فقط مال دین اسلام نیست. برید ببینید توی همین انگلستان، توی همین رومن، یعنی حکومت رومیان، اینا چه خبر بوده و هست. در اصالت اینم از این ماجرا، ولی خوشحالم که فرصت مناسب شده. آقای ترامپ هم سیاستش در قبال ایران این هست که از این پس تنها یک گزینه روی میز آمریکاست، اون هم تغییر رژیم. حالا برید دیگه بفرمایید، راه باز جاده دراز، بفرمایید برید ببینید چیکار کنه. آقای ترامپ خودش، دخترش، دامادش، فعلا اون دوتا پسره شانس آوردن، و اون دخترم که اصلا مثل که میفهمه باباش چه آدم مزخرفیه، اون از همه اول رفته کنار. خانم ایوانکا باید بره دادگاه، آقای کوشنر هم دادگاه، هم مسئله دروغ گفته توی فرما، بعد رفت گویا با محمود عباس صحبت کرد، اونجا هم نپسندیدن کردنش بیرون و مونده تو. قربونت برم آقای ترامپ، تو غلطی که کرده اینجا مونده، به خاک سیاه افتاده، حالا میاد فقط شما رو نجات بده، اونم با آقای رضا پهلوی. اگه به انتظار رضا پهلوی بی جان و بی معرفت نشستی، برو فکر شوهر کن که ول نشستی. اینم از این ماجرا. و اما عید فطر مبارک هم به اونایی که روزه گرفتن، هم به اونایی که روزه نگرفتن. امیدوارم هر روز عید باشه، عید فکر باشه، نمیدونم عید اون باشه، عید اون باشه، عید همه ادیان باشه.
کلیمی ها متخصصن تو دین، ولی تمام عیداشون عیدای کم خرجه، هیچ پول خرج نمی کنن، یا خودشون رو گشنگی میدن، تازه چی نمیخورن، بالاخره آدم های زبلی هم. در صورت بهتون تبریک میگم، مبارکتون باشه اگر روزه رفتید، امیدوارم که به اصطلاح اون زحمتی که کشیدید به خودتون گرسنگی دادید حالا حاصلش رو دریافت کرده باشید. ضمناً روز جمعه هم آقای افشارها، دکتر افشارها از کانادا پیام گذاشته بودن که از هفته آینده جمعه به احتمال 99% و چون ایشون هست میتونم بگم 100% با من و شما خواهند بود. و اما جمعه گذشته با آقای مهدی ذوالفقاری بودیم. متاسفانه آقای ذوالفقاری با وجودی که قول داد بعداً به دوستان روی فیسبوک به اصطلاح جواب میده یا نظراتشون رو میخونه، من میدونم این دوستان خیلی گرفتارن، از این رادیو به اون رادیو، از اون به اون تلویزیون، و یه دلیلی هم که هنوز موفق نشدن همینه. و من ندیدم به کسی چیزی نوشته باشه. اون دوستمون همشهری ما خانم شیرازی نوشته بود، بعد خانم شایسته الهامی گفته بود که این درسته، دیگران نوشته بودن اینها، ولی من چیزی ندیدم. یا اگر آقای ذوالفقاری نوشته، به قول دوستان از اینجا اینجوری به نظر میرسه و ما از اینجا چیزی ندیدیم. شما اگر دیدید، سوالی نظری دارید، با فیسبوک خودشون مستقیما تماس بگیرید. ایوانکا ترامپ به اتهام تقلب به دادگاه فرا خوانده شد. و اما بریم خانم فرنوش عقیلی رو ببینیم و برگردیم. خیلی ممنون، ایشون لطف کردن رفتن توی اون اتاقی که سر و صدا کمتر هست، و یه بار دیگه هم خدمتشون میگم که برنامهشون خوبه، خیلی راحت صحبت میکنن، خیلی خودمونی، و به قول آمریکایی‌ها keep up the good work، بعضیا keep up the good job هم میگن، ولی من فکر کنم صحیحش keep up the good work، یعنی همین کار خوبی رو که انجام میدید ادامه بدهید. بشنویم خانم فرنوش عقیلی، ایمیلشون هم من امروز اضافه کردم، این زیر هست. بله بفرمایید. سلام عزیزان، فرنوش هستم، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات خوبی رو هم پیش رو داشته باشید. بریم سراغ خبرها. BBC گفته که غلام علی صادقی دادستان مشهد گفته که برگزاری کنسرت در شهر مشهد به اتفاق نظر علما و توصیه های اونا که چون حرم امام رضا مطهر در اونجا قرار داره، کنسرت نباید برگزار بشه و هنرمندا باید برن در شهرهای دیگه کنسرت برگزار کنن. حالا سوال من اینجاست، روحانی چه کار میتونه برای شما بکنه؟ آیا میتونه روی حرف علما و فتوای اونا تغییر نظر ایجاد بکنه و تغییر ایجاد بکنه و بگه نه، آیا نه که نه خیر، حتما باید کنسرت برگزار بشه؟ روحانی در هیچ جایی هیچ کاری نمیتونه بکنه و نخواهد کرد، یعنی خودش هم نمیخواد، با خودش هم یک آخونده و این اصلاح طلبان عزیز که شعار میدم روحانی میاد و تغییراتی ایجاد میکنه، یک شعار محضه و یک صلیب محضه. هرانا گفته که کارگران پروژه اتوبان یادگار امام امروز مدعی شدن که مورد ضرب و شتم از سوی مأموران شهربانی قرار گرفتن و دلیلش هم عنوان کردن که به علت تخلیه زباله و نخاله در کارگاه خودشون اعتراض کردن و از طرف شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. رادیو زمانه گفته که خامنه ای عقب نشینی کرد و آتش به اختیار به معنای فحاشی و بی‌قانونی نیست. در حاله تروریستی اخیر که در تهران بود، خامنه ای اومد صحبت کرد و گفتش که سربازان من، ولایت مداران قدسن من در حال عزیمت در سفر به هر شکلی که هستی آتش به اختیاری و حالا آمده از نظر خودش برگشته. البته این یک فرمالیته است برای اینکه مردم رو آروم کنه و سرصداها رو بخوابونه. وزیر پوستی به خودتهان خودش و ولایت مردمان خودش دستور آتش به اختیار و همچنان داده و خواهد داد و ادامه داده. رادیو زمانه گفته که نرخ تورم دوباره دورقمی شد. سیاست‌های دستوری کنترل نرخ تورم در ایران به آخر رسیده. بهداشت مواد غذایی و آشامیدنی طی یک سال گذشته بیشتر افزایش نرخ تورم داشته، چیزی که واقعا برای مردم واجبه.
نیازهای غذایی، نیازهای اولیه شما مواد غذایی و بهداشت و سلامت، که واقعا با این آمار بیماری های عجیب آمده که توی ایران زیاد شده و نرخ تورم هزینه های درمانی واقعا تأسف انگیزه. خبرگزاری اینا گفته که مدیر کل پزشکی قانونی استان خراسان گفت در سال 95 حدود 1011 نفر برای دریافت دیه اقدام به خودزنی و تصادف ساختگی و حتی عره کردن استخوان تعمیری خودشون اقدام کردن که این آمار نسبت به سال گذشته 14% افزایش داشت. واقعا درد داره و وقتی که این اخبار رو میخونم بسیار بسیار ناراحت میشم و واقعا تا مدت ها حالا بعد میشم نمیدونم چه کار باید کرد. واقعا چه کار میتونم بکنم که مردم از روی فقر و ناچاری و بدبختی و نداری دست به هر کاری میزنن با یک لقمه نون برای خانوادهشون و این بسیار خطرناکه که برای فقر و برای نان و برای آب دست به هر کاری به هر جهان بزنن، حتی آسیب رساندن به خودشون. و باز هم ایلنا گفته که بامداد امروز انبار گوگرد پالایشگاه اصفهان دچار حریق شد و 100 نفر از کارگران به شدت مصدوم شدند. واقعا این اخبار ایران هر روز تکان دهنده است. هر روز یه جا می‌سوزه، یه جا آتش سوزیه، یه جا زلزله است، بی‌آبیه، اعدامه. اخبارهای یه اخبار خوب نشده. هرانا گفته که پسر جوان که متهم بود در دعوا با پسر همسایه اونو به قتل رسونده با حکم قضایی به اعدام و شلاق محکوم شد. امیدوارم روزی برسه که اعدام در ایران و در تمام دنیا محکوم بشه و هیچ انسانی اعدام نشه، حتی اگر واقعا متهم به جنایتی شده باشه. عزیزان روز روزگاران بر شما خوش. بسیار ممنون از خانم فرنوش عقیلی. دوستان نظراتتون رو میتونید با ایشون در میون بذارید به وسیله ایمیل یا روی یوتیوب مستقیما در اون قسمت کامنت بنویسید تا روزی که ایشون هم به این نتیجه برسه که آقا یا خانم ایرانی حالیش نیست نظر بده، فوش میده، اون موقع اون قسمت رو دیسیبل کنید. من دو تا نظر دارم درباره اینکه شما امیدوار هستید حکم اعدام به اصطلاح نباشه. من هم با شما هم عقیده هستم و امیدوارم یه روزی برسه. همین آمریکا که ما داخلش هستیم، تگزاس و همین شهری که من هستم ویرجینیا حکم اعدام داره، یعنی فیرفکس و ویرجینیا و اینا. و یه موضوع دیگه، شما راجع به اون دیه گرفتن و اینها، این قسمت من با شما مخالفم. دلیلش هم اینه، من فکر نمی کنم آدم های خوب و فقیر این کارا رو انجام بده. اینی که دست خودش رو با چاق نمیدونم با عره ببره که بگه اون من زده از اون پول بگیره، این آدم های به اصطلاح فقیر این کارا نمی کنن. اون فقیره اگه گرسنگی بخوره، اگر تو خیابون نون خوش جمع کنه، اگه گدایی کنه، نمیره این کارا رو کنه. دوست عزیز، اینا افراد سودجوی هستن که از قانون کشور، حالا اونجا این ماجرای دیه و اینها هست، همینجا شما نمیدونی چه ماجرایی، همینجا شما نمیدونی چه ماجرایی، چپ و راست به دروغ صحنه سازی از همدیگه سوء استفاده میکنن و آخرش میرسیم به اونجایی که چه باید کرد. پس من در قسمت اعدام با شما موافقم، در این قسمت با شما مخالفم. بذار یه موافق دیگه هم بهتون بدیم که دو به یک برنده شده باشید. در این قسمتی که وقتی آدم این خبرها رو میخونه یا میبینه یا میشنفه، به قول ما شیرازی ها شما میگین میشنفه یا میگین میشنوید، واقعا هم قلبش آزرده میشه، هم تا یه مدتی اصلا مثل فکر میکنه بدن درد داره. و این همینه که میگن خبر خوب شما رو خوشحال میکنه، پر انرژی، خبرهای بد شما رو ضعیف میکنه. و اما ضمن تشکر از ایشون، خبرها، ماجرای تانکر بنزین در پاکستان و کشته شدن 160 نفر، گویا یک ماشینی که خودمونم میگیم تانک حامل بنزین مثلا، تانک حامل نفت، و
داشته میرفته یه جایی این چپه میشه، چی میگین شما؟ و مردم حالا به جای اینکه کمک کنن و سیفتی و ایمنی و این بنزین نره توی فلان مزرعه، این بنزین نره تو فلان قسمت آب، این بنزین نره تو شهر، میان شروع میکنن از این بنزینا به اصطلاح، حالا نمیشه اسمش دیگه دزدی گذاشت یا چیه دیگه، مالی مرد، در هر صورت ببرن. و گویا اینها بعضی هاشون سیگار داشتن میکشیدن، میگه یا سیگار یا اون خود ماشین جرقه و باتری و اینا، آتش سوزی را میفته 160 نفر به اصطلاح کشته میشن. این من رو یاد ماجرای اندا، پدر من تو کار کامیون بود و اینها، و میدونید کامیوندارای ایران هر از مدتی میرفتن تو کار به اصطلاح تانک و حمل نفت و اینها، بعض وقتا میرفتن تو کار ماشینای بارکش معمولی. و اون موقع پدر من این تانکرای نفت رو داشت و با یکی از اینها از یک جای بزرگی توی برف و یخمندون چیز افتاده بود پایین، و اینم وقتی افتاده بود پایین و تانکرش دمیج شده بود، خراب شده بود، نفت و بنزینش میرفت، اون مردم اهالی اونجا، خب زمستون هم بوده، کم بوده نفت، اونا هم اومده بودن همین کار رو اونجا هم انجام دادن. دوستان اون موقع در زمان شاه بود، زمان شاه پدر بنده این برنامه پیش اومده بود، مردم آمده بودن نفت و از ماشین اینی که حالا تصادف، نه تصادف میشه به اینم بگیم تصادف، بله دیگه اینسیدنت، اینجا اینسیدنت دارن، اکسیدنت دارن، دو سه نوعه، مال ما همش یکیه، تصادف. در صورت وقتی من اینو خوندم هم دلم سوخت برای اینایی که آتیش گرفتن، هم یادم افتاد به اون ماجرایی که برای پدر خود من پیش آمده بود، و این هم ماجرای تانکر بنزین در پاکستان و کشته شدن 160 نفر. و اما جرد کوشنر بعد میتینگ ویت محمود عباس، بعد میگه که همون میتینگی که با محمود عباس داشتم، این محمود عباس الان رئیس جمهور فلسطینه و میدونید که هنوز کشور فلسطین رو قبول ندارن، اون تو استیت یا دوتا کشور، یکی اسرائیل یکی فلسطین، هنوز چی نشده. و این آقای ترامپ گفت من تنها کسی هم که میتونم درستش کنم، بعد که رفت اونجا دید نه خیر، اون خودش بلد نیست، این پسرک جوان کلیمی یهودی رو بی که دامادش هست و این آدم موفقی هم نیست، این تا کنون هرچی معامله کرده چون باباش پولدار بوده ضررایی که شده جلو ضرراش گرفته، بعدم تازه باباش آدم شارلاتان دزدی بود، همین آقای کریس کریسی که دادستان بوده نیویورک و نیوجرسی و اینها انداختتش زندان. حالا شما ببینید ما چه آدمای بدبختی هستیم که از ایران در رفتیم که این آخوندا رئیس جمهورمونو نمیدونم رهبر و نخست وزیر نباشن، اسیر از اونا آخوندتر شدیم. یه سریشون آخوندن، آقا این کراواتی که میزنه که تا دم نمیدونم فلان جاش درازه، این از آخونده آخوندتره. اون آقای کوشنر، جرد کوشنر یهودی، از خاخاما خاخامتره و فعلا اسیر اینها هستیم. امیدوارم یه سبب خیری پیش بیاد، یکشون زندان بیفته، یکشون این پیچ بشه تا بریم. بالاخره بعد از 5 ماه که همه دنیا فریاد میزنن آقای ترامپ اگر روسیه دخالت نمی کرد، حتی شما با این سری احمقا و بی سوادایی که گولشون زدی و گولشون زدی، گفتی من نمیدونم صنعت زغال سنگ رو دوباره میارم، صنعت زغال سنگ رو میخوای چی کار کنی دیگه الان وقتی از بین رفت؟ این آقای بیلمار حرف قشنگی میزد، میگو یه زمانی توی خیابونهای شهر این چراغای گازی بوده، یه نفر شب یه شعله میگرفت دستش میمده اینا رو روشن میکرد. خب حالا چراغای گازی نیست، شما این یه نفر میخوای چیکار کنی؟ شعله بگیر دیگه زیر چراغ بر، ملت میخندن ازش. در هر صورت فیلمای متعددی هم هست و اینها. و آقای ترامپ بالاخره دیروز پیروز گفت بله روسیه دخالت کرده، ولی چرا اوباما جلوش نگرفت؟ این هر ماجرایی هست میخواد بندازه سر اوباما، اوباما اشتباه کرد، اشتباه بزرگ، و این با همه احمقیش درست میگه، باید اوباما جلوش میگرفت. چیزی که هست اوباما ترسید اگه جلوش بگیره بعدن میگن دیدی حالا که ترامپ داره برنده میشه، دیدی حالا که ترامپ اینجوری، این دموکرات ها این کارو کردن. اون احمق چیزی نگفت، ما رو گرفتار این احمق کرد، حالا تا ببینیم چی میشه. و این آقایانی مثل حمزه پور و اینها، آقای رضا پهلوی، آقای فخرآور، ببینیم فکر میکنن که حالا یه بوی کبابی میاد
و الا اینا نزدیکم بشن خرم کباب کنن میخورن. البته وقتی میگن بوی کباب میاد بعد رفتن دیدن دارن خر کباب میکنن، منظورشون اون داغی بوده که میزنن که این مثلا مال مشرجبه این خره، این یکی دیگه مال مثلا کربلای فلانه، و الا منظور کباب کردن نیست. بله بوی دود و بوی گوشت میاد، ولی ببینیم که آقا رضا پهلوی و دیگران چی گینش میاد. و اما بذار من یه چیزی به شما نشون بدم دوستان. اون روز یه دوستی دارم، حالا شاید دوست نداشته باشه من اسمشو بگم، شیرازی. اولا این دوستمون تماس گرفت، فکر کنم تاریخ رو من امروزم به جای 26 نوشته بودم 27، ایشون فکر کنم پیامش برای این هست. و از روزی که شما دیگه میگی پیام من پخش نشود، من حالا دیگه نمیدونم پیام شما رو اصلا از همون اولش بذارم، حتی اون قسمتی هم که تا میگی پخش نشود. خلاصه روزگار غریبی است دوستان. این وسایل ارتباطی رو بیاین یک اینجا چی بهش میگن، یه بنچمارک، یه چیزی درست کنیم برای خودمون، بر اساس اون عمل کنیم. مثلا برای یه نفر اگه ایمیل فرستاده براتون، جوابش رو با ایمیل بدی. اگه ایمیل فرستاده، شما بعداً نگو من برات تو تلگرام نوشتم. خب تلگرام نوشتی، من الان با ایمیل دارم چی میکنم؟ و من از امروز این تلگرامو میبندم اصلا. نخواستیم. آقای حسین از ایران به ما گفت آقا این تلگرام چنین و چنان، و نخواستیم. آقای حسین، آقای نازنین، شما اگه خواستی این تلگرامو، هم اسم ما هم چیز هست، خودت اونجا برنامه اونو بذار و برای دوستان بفرست و لذت ببر. حالا اگه اینم از ما ناراحت نشده باشه. و اما راجب راحتی و ناراحتی، آقای خسرو بهرامی لطف کردن، پیام گذاشتن نزدیک به 9 دقیقه پیام گذاشتن. من مثل همیشه چیزی نفهمیدم. آقای بهرامی، من زبان شما رو نمیفهمم عزیزم، مشکل شما چیه؟ اگه میگی مشکلی ندارم، برو به سلامت. اگه مشکل با ایمیل داری، میگم آقا من ایمیل نمیفرستم، اگه ایمیل میاد بلاکش کن، راه دیگه‌ای بلد نیستم. اگه فکر میکنی یه کسی داره که کار غیر قانونی انجام میده، به پلیس زنگ بزن. شما که تو نیویورک هستی، به پلیس زنگ بزن. ماشاءالله پلیس اونجا همه یا با مافیا کار کردن یا خودشون مافیا هستن، کمکت میکنن. بازم ممنونم که برنامه های من رو میبینید و متشکرم. حالا دیگه چی بگم آقا، شما با ما کاری نداری، خب ما هم با شما کاری نداریم. مردم تو خیابون که رد میشن، وقتی با هم کاری ندارن که به هم نمیگن ما با هم کاری نداریم، ما با هم کاری نداریم، از کنار هم رد میشن. اونی که کار داره به یه نفر میگه من با شما کار دارم، اون میگه چه کاری میتونم براتون انجام بدم، میگه مثلا این سنگو بردار، میگه من نمیتونم. این شماره رو بگی به آقای خلیل عقاب زنگ بزن، اونم بنده خدا پیر شد. دوستان نگاه کنید، من نمیدونم تو این عکس پیداست یا نه، این از روز جمعه تا حالا آمد نیوز 489 تا مطلب مختلف، چه مقاله چه ویدیو، که حالا خدا میدونه مقالش طولانیه کوتاهه، ویدیوش یه دقیقه است، ربع ساعته، دو ساعته، 489. پرژن کامیونیتی توی آتلانتا 270، جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه 206، دوست عزیزمون همشهریمون 85، آنتی آمد نیوز یا آنتی آمد نیوز، این بالا متوجه شدید آمد نیوز می‌نویسه، مقابلش آنتی آمد نیوز می‌نویسه، 104 تا. شما اینا رو که جمع کنید بگو این 500 تا، اینم 250 تا، 750 تا، بگو اینم 250 تا، 1000 تا، 1104 تا. من اتفاقا برای یه دوستی نوشتم امروز، چون میخوام درباره این موضوع صحبت کنم و همزمان شد به ایمیل شما، طوره به هر کی دوست دارید فکر نکنید من راجع به شما دارم میگم، من راجع به اینجا میگن جنرالی صحبت میکنم، عمومی صحبت میکنم. ببینید ما یه زمانی یه تلفنی داشت، تلفن خونه، میمدیم خونه کسی زنگ میزد گوشی رو هم داشتیم، نبودیم طرف هیچ، بعد پیامگیر اضافه شد، بعد تلفن همراه اضافه شد. تلفن همراه رو کسی استفاده نمیکرد، تو ماشین بود، اصلا وصل بود به ماشین، یه جعبه انقدی باتری هم نداشت، فکر کنم باتری ماشینه بود تا این کار میکرد. بعد جدا شد، چیز شد. ضمناً امروز 10 سال تلفن‌های آیفونه و جا داره یه مقداری راجع به این صحبت کنیم. و آیفون برید بزنید واتسون، ببینید واتسون چیه، یک کامپیوتری که داره خودش رو باهوش میکنه و
آقای بیل گیت و اون آقایی که صاحب و رئیس شرکت تسلا هست، ایان سامتینگ، اینا ابراز نگرانی کردن که تا امروز کنترل کامپیوتر به دست ما بود، با این روشی که پیش میرید مواظب باشید که بعدن اگه کنترل کامپیوتر افتاد دست خودش، بعد میگه خب من که همه کاری میکنم دیگه، این سوربی رو برای چیزی چی میخوام؟ تقی مثلا برق اینجا رو قطع میکنه، اکسیژن اون رو قطع میکنه، نمیدونم میگه آره من نمیدونم چی کار میکنه. این دوستمون توی ایمیلش من یه چیزی برام فرستاده بودن، من دربارش یه چیزی نوشتم، ایشون نوشته بود که من اینو نخوندم یا اینو ندیدم، و من برای اینکه با دوستام در ارتباط باشم اینا رو میفرستم برای دیگران. به نظر من این کار بسیار اشتباه و حتی غلطی هست. دلیلش اینه که شما دو موقع هست که باید برای دوستانتون مطلبی رو بفرستید، یا حالا اگه میخواید سه موقعش کنید سه موقع کنید. یه موقعی که یه مطلبی رو میخونید و مورد تایید شماست، برای دوستتون میفرستید، میگید که من این رو دیدم، پسندیدم، نظر شما چیه. یه موقع یه چیزی مخالف نظرتونه، شما اینو نگاه میکنید یا میخونید، برای دوستتون مینویسید که من اینو دیدم ولی باهاش مخالفم، نظر شما چیه. ببینید چقدر خنده دار میشه اگر سومی رو بفرستید و بگید که من این رو نخوندم، ندیدم ویدیوش رو، فقط برای شما فرستادم که با هم در ارتباط باشیم. یعنی حقیقتاً فیسبوک یه دفعه یه جوک میگفت، میگفت مثل این میمونه که طرف یه چیزی براش میاد، میبینه ترشه، میبینه آشغاله یا میبینه سنگینه، برای که خودش مشکل نداشته باشه میندازه تو دست دوستش. من میگم این کار رو انجام ندید. آخه اون دوستی که برای من 480 تا پست فرستاده، نه برای من، برای 453,000 نفرم گویا رو پستای این هستن، از خودش سوال نمیکنه که این کسی که اینو میگیره، آقا دیگه کسی نمیخونه، اونی هم که واجبه، اونی هم که یه خطه، اونی هم که 10 ثانیه است ویدیو تو نم تماشا میکنه نمیخونه. نمیدونم کجا به کجا خواهیم رسید، ولی من اینو میدونم، یکی یکی من مثلا تلگرامو قطع میکنم، آقا نخواست، عطاش رو به لقایش بخشیده. اسکایپ من عکس گذاشتم نوشتم بدون تماس، بدون به اصطلاح وقت قبلی تماس اکیدن ممنوع. آقا این دوستمون نشسته، پیرمردیه، لابد خانوادهش نیستن، اگه هستن دارن کار میکنن، پول میسازن، بعد میگه الان با کی صحبت کنن؟ ای سوربی برنامه داره، هی میزنه الو الو. آقا این درست نیست عزیز من. اون وقتا تو مغازه‌های ایرانی دیده بودی نوشته بود توقف بی جای شما مانع کسب ماست. حالا ما اینجا کسبی هم نداریم الحمدلله، اینم از این ماجرا. همونجور که بهتون گفتم ساعت 3 بعد از ظهر با آقای بابک هروی هستی، چون من معمولا وسط برنامه صحبت‌های اون دوستمون رو از خلیج فارس پخش میکنم، اجازه بدید الان وسط برنامه خودم که از 2 تا 3 هست میشه 2:30 این 15 دقیقه رو پخش کنم، و بازم از ایشون خواهش کنم اون برنامه 8 رو من پیدا نکردم، اگه پیدا کنم چهارشنبه دوباره پخش میکنم. اگر ایشون هم ندارتش که من پیشنهاد کنم شما این برنامه رو نگه دارید، اون مطالب رو در برنامه های آینده تیکه تیکش رو بگم. و من اگه یادتون باشه تو اون برنامه گفتم که من این رو چون برق اینجوری شد و قطع و وصل شد اینها، این رو به صورت یوتیوب، به صورت ویدیو قرار میدم. جالب اینجاست که بعدش ایشون برای من یه ویدیوی فرستاد که من از اینجا برای شما گرفت بودم فرستاده بودم، بعد میدونی برداشت دیگه، من فکر کردم میگن خب دیگه نمیخواد، اگه کسی هم میخواد این ویدیو رو براشون بفرست، و گذشت رفت. در صورت مشکلات زیاده، باید یه مقداری با هم چیز کنیم. I wanted to show these 3 facts if possible today while talking about مشایخی. نشون میدم بابک جان، ولی اگه لطف کنی برای برنامه های آینده فایل ها رو زودتر به من برسونی، من مثل برنامه این خانم چیز که میذارم توی سیستم قشنگ اونجوری مرتبتر، ردیفتر، و یه مقداری کمک میشه به من که اینا رو آماده کنم. میدونین ما اینجا دست تنها هستیم، اینجوری نیست که من بگم اتاق فرمان آقای مهندس، مهندس هم نه، مهندس آقای مهندس اون فایل شماره 3 آقای هروی رو نشون بده.
البته یه جورایی هم بهت بگم چون خودم دست تنها هستم میدونم کجا هستی کی هستی بهتر میشون میدم، چون اونا دیدی که بعض وقتا یه دفعه به جای فایل مثلا جنگ یه دفعه بشکنه بالا بنداز هفته گذشته شون توی لاس وگاس رو نشون میدم، بعد میگه آقا اینو نگفتم نشون بده، اون شماره 26، میگه بابا این 26، میگه نه این 26، اون 26 که با انگلیسی نوشتم. باشه آقای هرمی، بریم صحبتای این دوستمون رو از خلیج فارس بشنویم و بیایم، و شما هم دوستان میتونید با به اصطلاح به وسیله صدا همین کاری رو که ایشون انجام میده انجام بدید و ما اینجوری پخش میکنیم. ببینید این مینوسه پیام شما پلی، بله پیام شما در تلویزیون مردم، و کاش که باید بذاریم صدای شما، پیام شما، صدای شما، عقل بشر، قسمت نهم از خلیج فارس تقدیم به شما، ضمن تشکر از این دوست خوبمون. بفرمایید. سلام و درود خدمت شما. در برنامه‌های عقل بشر اصل معیارها را در تاریخ مصر قدیم یادآور شدم. در آن سرزمین اصولی را فرعون‌ها یکی بعد از دیگری پیاده کردند که همه یک هدف داشت، آن تسلط بر انسان بود، قدرت بدون رقیب و آسایش کامل و فراهم نمودن تمام وسایل رفاه بدنی و فکری فرعون با اجرای این هدف کامل می شد. بهترین وسیله تسلط بر بشر ذلیل نمودن، خار کردن و ناچیز شمردن این انسان بود. شکاف‌های افقی میان پادشاه و مردم ایجاد کردند. در مرحله‌های پی در پی و با اجرای تشریفات درباری ایجاد این شکاف به کندی افزون یافت و سیستمی رسمی و غیر قابل بحث شد. هنگام ملاقات با فرعون میبایست با طرزی مخصوص راه رفت، مراسم ویژه ابراز احترام اجرا نمود و برای هر حرکت و بر لب آوردن هر کلمه‌ای به طرزی رفتار کرد و سخن گفت که طبق میل و دستور پادشاه باشد. شکاف افقی در میان اطرافیان فرعون و مردم هم ایجاد شد، مقامات درجه بندی شدند و هر کدام همان نقش فرعون را در درجه کمتر بر زیر دستان پیاده کرده و همان سیستم ذلیل کردن بندگان را از آنان خواستند. این سیستم با شکاف در اجتماع و طبقه بندیش با گذشت زمان عمیق‌تر شد، به شکلی درآمد که کنار گذاشتن و یا کاستنش غیر ممکن گشت. سیستم در مغز عموم نقش بست و بخشی از سنجش عقل در درجه بندی مردم در اجتماع شد. مردم عمومی و یا معمولی هرگز تغییر موقعیت و طبقه خود را در تصور هم نمی گنجاندند، بلکه آن را موقعیت طبیعی خیش و بنابر خواست فرعون و بعدها بود و سپس خدا شمردند. این سنجش به عمقی رفت که در دینهای آسمانی ثبت و به همین شکل منعکس شد و چون مطلب و خواست آفریدگار رسمیت یافت. برای مثال در قرآن آمده ما برخی از شما را در یافتن رزق بر دیگران برتری داده ایم، و این آیه درجه هر که را که بخواهیم بالا میبریم، خدای تو حکیم و دانشمند است، و این آیه خدا شما را نسل به نسل بر زمین آفرید و درجه بندیتان کرد تا امتحانتان کند، خدای شما به سرعت مجازات کرده و بخشنده و مهربان است. یک کارمند وزارت خارجه ایران شاهنشاهی تعریف میکرد و گفت در طبقه سوم وزارتخانه ایستاده و از پنجره تماشا میکردم. شاه از هلیکوپتر فرود آمد و آقای عباس علی خلعتبری در استقبال از شاه خم شد و با خم کردن سر تا به زانو رکوع کرد. با خود گفتم آقای وزیر خارجه حتما از من هم انتظار دارد در برابرش همینطور دلا شوم. در تمام مراسمی که امروز اجرا می شود نخبگان و صاحبان مقام های درجه های پایین تر جمع می شوند. با اجرای راه رفتن و یا ایستادن در جای مشخص تمام حاضرین بدون درک درجه ذلت و خاری خود را با درجه مشخص شده مقامشان به نمایش رهبر و عموم می گذارند و بعد از آن به دیگران که در مراسم حاضر نبوده و در جایی پایین تر بوده اند پوز و افتخار می فروشند و این خاری درجه بندی شده و این خاری درجه بندی شده را دستاورد و مقام علمداد می کنند. آنان
که نزدیک فرعون بودن می دانستن که این موجود آن چیز فوق العاده نیست که در ذهن عموم مردم نقش بسته، لکن پیروی و اجرای نظام تشریفات به سود همه آنها بود. همین نزدیکی به فرعون سبب می شد که بتوانند از مردم سوء استفاده و به طور مستقیم بردشان کنند و خوش زندگی و رفاه و چاپیدن های خود را به آسانی ادامه دهند. رأی آقای علی امینی نخست وزیر شاه در گفتار پیشین در همین چارچوب اندیشه مغزی است. همین نظر را تیمورتاش نسبت به رضا شاه پدر داشت. در جلسه های خصوصی خود شاه را بی سواد و شخص خویش را عامل پادشاه شدن رضا شاه می خواند. سازمان امنیت آن زمان که نظمیه نام داشت به رضا شاه اطلاع داد، تیمورتاش تبعید و بعد هم ترور شد. این تفاوت طبقات در اجتماعهای متمدن از دوران دور عمومیت یافت. تخم کاشته شده فرعون که از خودخواهی سرچشمه گرفته بود به دیگر جاها منتقل شد و به اجرا درآمد. در سنگ تراشی های تخت جمشید بر روی سنگ دیوار کنار پله ها مجسمه مردانی را میبینیم که هر کدام هدیه‌ای برای شاه در دست دارند و رویشان سوی تالار کاخ است. پله طوری تر شده که برای رسیدن به کاخ شاه هخامنشی میباید راهی طولانی را طی کرد. با حمل هدیه برای پادشاه و رفتن مسیر سربالایی خسته گشته و قدرت هر گونه اعتراضی در توانشان نباشد. عملا شاه همیشه مفت میخورد، مردم را ذلیل و پس میشمرد و خار کردنشان بخشی از هدفهایش بود. این طرح تراش مجسمه ها و ذلیل کردن مردم را از کاخهای نینوا موسل کنونی و پایتخت آشوری ها بعد از اشغالش توسط هخامنشیان فرا گرفتند. همانطور که گاوهای بالدار نگهبان کاخ در دو طرف در ورودی را از همان نینوا کوپی کردند. آشوری ها و بابلی ها و دیگر تمدن ها از مصری ها طرح خار نمودن مردم را آموختند. در تمام مراحل تاریخ همه حکمرانان این سیاست را تکرار و اجرا کردند. هیچ آیینی آسمانی و غیره وضع انسان و رابطهش با حکمران را تغییر نداده است. در اجتماعهای انسانی غیر متمدن امکان اجرای این تشریفات نبود. به همین علت است که همه از سادگی پیامبر اسلام و چهار خلیفه بعدش سخن میگویند. محمد ابن عبدالله پس از فتح مکه و دست آوری مقام رسمی پیامبری در میان مردم بدون تشریفات و تنها رفت و آمد می کرد و برای غریبان آشنا بود. این همردی شدن با مردم تصور عدالت و مساوی بودن را در اجتماع شیوع داد. اما پس از ورود پارسیان و رومی ها به اسلام که پشتوانه تمدن و درون مغزی دیگر داشتند و با خلیفه اموی نزدیکی یافتند، پدیده مساوی بودن تغییر کرد. این موضوع را در گفتاری دیگر شرح خواهم داد. تا میانه قرن گذشته در چشم جزیره عرب و تمام شیخ نشین های خلیج فارس مردم هر وقت میخواستند میتوانند با رئیس و یا شیخ اماره و یا قبیله ملاقات کنند. بدون تشریفات و بدون استفاده از عبارت های اظهار ذلت میتوانستند در کنار شیخ بنشینند. با این حال طرز صحبت ها را میبایست مواظب بوده که ناراحتش نکنند، یعنی تا آنجا که در اجتماع ممکن بود فاصله جویی از مردم و ذلیل کردنشان به اجرا در می آمد. چه شد که این رهبران ساده روش تغییر کردند و مانند بقیه گشتند؟ یک دانشمند علوم اجتماعی اینطور این تغییر را تفسیر کرده: قبلا ثروت شیخ قبیله دام بود که در صحرا و دشت می چرید. اگر شیخ بی عدالتی و تجاوزی می کرد، به سادگی مردم انتقام گرفته و ثروتش را سر به نیست می کردن. شیخ نمی توانست برای هر دامی نگهبان بگمارد، اما امروز به مردم نیاز ندارد. ثروتش در بانک نگهبانی می شود. دوستی و همکاری با مدیر بانک برایش مهمتر است و نه مردم، که هرگاه خاص می تواند با نیروی سپاه بل قربانگو همشان را سر به نیست کند. آخوندها بر روی منبر در مدح امام علی ابن ابی طالب رفتار و سادگیش در کوفه و نشستن در دکان میسم خرما فروش را با آب و تاب شرح می دهند. چگونه حضرت ساده بودند و پس از نماز ظهر در دکان نشسته تا صاحبش به خانه رود و پس از صرف نهار بازگردد و بعد
خلیفه زمان و منتظر مانده در دکان میسم جهت صرف نهار به خانه خیش برود. میپرسم چه شد که شما امامان زنده زمان از این صفت سادگی امام علی تقلید نمی کنید؟ این دستبوسی ملا و شیخ و مجتهد را از کجا آوردید؟ روایت یک دستبوسی از پیامبر و یا امامان را در کدام روایت و یا مصدر می توانیم بیابیم؟ لطفاً راهنمایی من کنید. چه شد که بر کنندگان لباس دین فروشی مانند شاهان مراسمی ساختند تا مردم ذلتشان را هنگام ملاقات به عرضشان رسانده و تأکید کنند؟ گفتار امروز تأسیس این ذلیل شدن در مغز است که از زمان فرعون مغز انسان آن را بدون چون و چرا و یا چه گفتن قبول کرده. آن که رهبر است حق دارد مفتخوری کند، مردم را بچاپد، بر همه چیز مردم دست نهد و هر چرا مایل باشد بخواهد، بچاپد، بزند، بکشد و مردم میباید اطاعتش کنند. همه اینها حق حکمران است و وظیفه مردم. همه فریاد برمی آورند که به آن بالا نشین چه شاه و چه رهبر و هر کسی دیگر آماده خدمت و قربانی کردن خود هستند. درست مانند زمان فرعون در این مغز انسان که در اختیارش نیست در طی این هزاران سال چه تغییری پیدا شده. تمام دینها همین اصل را ثبت کردند: اطاعت ربای و کشیش و ملا واجب است. و اطیع اول الامر منکم، اولیای امور خود را اطاعت کنید، آیه قرآنیه. به برانداختن ولی امر ظالم، فاسد و بیدین هیچ اشاره ای نشده. تا حال یزید ابن معاویه و دیگر خلیفه های مشروب خار، ظالم و تجاوزکار زنده سابق و مرده امروز مورد احترام هستند. و اگر کسی از رفتارشان ایرادی گرفت و نامشان را به نیکی نبرد مجازات می شود، همانطور که شاه اللهی ها همین کار را می کنند. مطمئن باشید اگر می توانستند نام شاه را به لیست معصومین اضافه می کردند، همانطور که ملاها در مناسبت های متعدد رهبر ایران را جزء معصومین خواندند. این سیستم انتقال قدرت به فرزند و به قدرت رسیدن کسی دیگر با توسل به زور و ضرورت پیروی و اطاعت از سلطه‌گر در مغزها فرو رفته و نمی توان آن را به سادگی بیرون کشید. مغز انسان به بره و گله بودن نه فقط عادت کرده، بلکه اصلا بره و گله شده. هرگز قدرت تشخیص حال خود را ندارد. با صدور قانونها در طول قرنها در تمام اجتماعهای انسانی و کشورهای جهان این صفت در مغز انسان فرو رفته و غیر قابل تغییر گشته. اگر صاحب مقامی با زور رفتار نکند، در نظر مردم همچنین خودش احساس کوچکی، سستی و ناتوانی می کند. آقای صفا حریری، روزنامه‌نگار ایرانی که همیشه ملکه و نخست وزیر با آقای اردشیر زاهدی را همراهی می‌کرد، از نبودن در ایران هنگام برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی اظهار خوشحالی می‌کرد و آن را مسخره بازی می‌خواند. به من گفت قبل از این مراسم ساواک شروع به بازداشت خیلی از شخصیت‌ها کرد تا به اظهار و پخش مخالفتشان در اثناء مراسم فرصتی داده نشود، به ویژه که خیلی از خبرنگاران خارجی به ایران آمده بودند. آقای حریری گفت با آقای هویدا گفتم این درست نیست بعد از نیمه شب به خانه مردم بروند و بی گناهان را با خاری و در برابر افراد خانوادشان بازداشت کنند، به خصوص که تهمتشان احتمال خلاف گفتن است و عملا جرمی مرتکب نشدند. آقای هویدا پرسید میخوایی چی کار کنیم؟ آقای حریری بهشان گفت در روز به خانهشان رفته و به آنها بگویید برای امنیت کشور مایلیم چند روزی میهمان ما باشید، بعد آنان را در خانه هایی نگه داشته و به زن و فرزندانشان هم اجازه رفت و آمد و ملاقاتشان را بدهید. آقای هویدا در جواب گفت اگر این طور بکنیم فکر میکنن ما ناتوان هستیم یا ازشان میترسیم. دیدید که شجاعت احمقانه و نادانی و درک نکردن توانایی مغز و ندانستن طرز فعالیتش آنان را به کجا برد؟ آیا کسی از تکرار اشتباه‌های مغزی حکمرانان و مردم و تاریخ درس عبرتی آموخته و یا می آموزد؟ روزتان خوش. بله، دیدید که شجاعت احمقانه
خیلی قشنگ، این قسمت خیلی قشنگ. ممنونم دوستان عزیز. برنامه‌هایی رو که ایشون برای شما به صورت آدیو و صدا در میارن و میفرستن، حاصل 16 سال یا بیشتر تحقیق در باره این است که چرا، چی، کجا، چه کسی، همش چه چه چه. و من ممنونم، مجبور میکنم، مجبور که به زور نه، آدم رو به فکر کردن تشویق میکنه. اصلا ممنون و متشکر. و اما با آقای رضا مشایخی خبر دادم که آقای هروی چند تا مدرک فرستادن و ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، به وقت کالیفرنیا، 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن با ما خواهند بود. و همین الان امروز دیوان عالی آمریکا اون برنامه ای رو که آقای ترامپ پیشنهاد کرده بود که خارجی ها ورودشون به آمریکا، پیشنهاد احمقانه ای، کسی که قانونی رفته تقاضا کرده 2 سال، 1 سال، 3 سال، 5 سال، 4 سال منتظر مونده، بعد FBI، CIA، اون کشوری که توش بودن تحقیق کردن، دیدن این آدم جانی خاطی کسی نیست، پرونده‌اش درست کردن، میخواد بیاد. مثل همین دوست ما علی آقا 120 روز الکی نگهش داشته، ولی میبینید این بچه‌های عرب میان میرن میزنن به 9/11 درست میکنن، بعدم هواپیمای خصوصیشون پرواز میکنه میره، وقتی که تمام هواپیماها قرار بوده پرواز نکنه. روزگار غریبی است نازنین، چه باید کرد؟ در صورت وای میسیم تا ببینیم چه باید کرد. مرسی، علمی بود، یک مورد خوب یاد گرفتم، لطفاً فایلش را در یوتیوب بذارید. دوست عزیز، ما چون این برنامه رو روی یوتیوب میذاریم، اون فایل داخل این هست. اون بار که گفتیم اونو جدا بذاریم برای این بود که برق رفته بود. ببخشید، ما خودمون اندازه کافی کار داریم و وقت کم داریم. شما دوستان به جای اینکه بیای بگی که سوربیت برنامه‌ات خوب بود، من روی فیسبوک شیر میکنم که منم بگم خیلی ممنون، شما میای میگی این کارم انجام بده، این کار... آقا چقدر خوب بود، چقدر خوب دویدی، یه دور دیگه بدو. بابا یه دور دیگه بدو، من میمیرم. اصلا ممنونم که تماشاگر برنامه بودی، خوشحالم که خوشتون اومده. این دوستمون آقای مجید نوروزی نوشته که مرسی، علمی بود، یک مورد خوب یاد گرفتم. خب میگفتی اون مورد خوب چیه که به اصطلاح دوستان هم بدونن. بنویسید روی فیسبوک، بنویسید. این دوستمون روی توییتر هست، نمیدونم روی فیسبوک هست یا نیست، ولی نمیدونم که میخوان به اصطلاح درگیر این صحبت ها دیگه، الان بهش میگن کل کل، بشن یا نه من نمیدونم. بله بله، این میگه که فرستادن چند طبقه چیز تازه ای نیست، خدای دیگر باد خلق کنی. آقا جان، آخوند بی امامه رفت، شاه با امامه آمد. این ببو حرفای خوبی میزنه، میگه که شاه آخوند بی امامه بود رفت، حالا شاه با امامه اومده. خدا به درد بیامرزه. ولی دوستان خوب شد ما 2-3 دیپلم و دکترا دادیم به شاه، که این دوستانی که عقده مدرک دارن دلشون خوش باشه که شاهشون، شاهنشاهشون مدرک داشته. برید خوش باشه. حالا شب نشینی در جهنم یا در بهشت، هر جا هست، مدرکاتونو به دیوار هم آویزون کن. ممنونم. هر سه از یک قماشن، قبرستان چند طبقه چیز تازه‌ای نیست. ببینید شما داری برنامه روز گذشته ما رو نگاه میکنی، وقتی ما برنامه زنده داریم نکن این کار، این کار درستی نیست. خب بذارید ببینم براتون چی گذاشتم. آها، پتیک 2-3 موضوع فرستاده، خیلی ممنونم. چون روز بهش گفتم خب آقا بفرست چیزایی که دوست داری در اون موارد صحبت میکنیم. یکی از اونا این هست، تصاویر نایابی که هیچ وقت فکر نمی‌کردید ببینید، و این رو با هم ببینیم. فعلا این رو آقای آریانپور فکر کنم برای ایشون فرستاده، ایشون هم لطف کردن برای ما فرستادن، با هم می‌بینیم. و شما هم اگر ویدیویی دارید، فیلمی دارید،
ارسال کنید، ما نشون میدیم و دوستان دیگه هم میبینند. اینجا میگه به گزارش گفتمان نیوز به نقل از باشگاه خبران، اینا هیچ مهم نیست، اینجا میگه که جشن عروسی گوبلز یا گوبلز، وزیر تبلیغات نازی ها و یکی از نزدیکترین افراد به هیتلر، خود هیتلر که در عکس مشخص است ساقدوش گوبلز بوده است. اینه هیتلر، میبینید سیبیلش معلومه، اون موقع هم کلا تو این برفا. و ببینید دوستان، بچه ها توی آلمان از چه سالی به ارتش نازی میپیوستن؟ این کاری رو که آخوندا کردن چیز جدیدی نبود، افراد دیکتاتور، افرادی که دنبال قدرت هستن از همه چیزی استفاده میکنن که خودشون به قدرت برسن. همین که علمی، بله، شاه بودن را، بله، ریزه مقدس فرزند شاه بودن را توضیح داد، ممنون و متشکرم. پسر اتریشی که در حین جنگ جهانی دوم کفش‌های نو هدیه گرفته بود، یا کفش‌های جدید هدیه گرفته بود، ببینید که چجوری چشماش بسته به آسمون نگاه میکنه. و اما بقایای فضانورد روس ولادیمیر کومارو که از فضا به زمین سقوط کرده بود، میبینید که بیچاره جزغاله شده. اگه اینها نبودن، جزغاله نمیشدن، من و شما امروز این تلفونا و آیفونا و این وسایل رو نداشتیم. اینها بودن که از خودگذشتگی نشون دادن، رفتن و حالا این سیاره ها و نمیدونم ماهواره ها تو آسمون دارن به ما کمک میکنن. حالا چی بهمون صدمه بزنن دیگه خدا میدونه. اگر عکس کارگران برج امپایر استیت را در حال غذا خوردن دیده باشید، میدانید که این عکاس کسی است که از آنها عکس انداخته است. حالا سوال اینه که چه کسی از این عکاس عکس انداخته؟ اون روز که همه آیفون نداشتن، این از اون عکس بگیر، اون از اون عکس بگیر. سه نوع تجارت بلدم، به سه زبان صحبت میکنم، سه سال در جنگ جهانی جنگیدم، سه فرزند دارم و سه ماه است بیکارم، ولی تنها خواستم فقط داشتن یک کار است. اینم مثل آقا رضا پهلوی، آقا رضا پهلوی هم سه تا زبان میدونه، فارسی، انگلیسی، فرانسوی. و 30 سال هم هست خورده و خوابیده، در هیچ جنگی هم نبوده، سه فرزندم داره و سه ماه هم هست بیکاره به اضافه اون 38 سال قبلی. و امروز هم تنها خواستش اینه که بره ایران شاه بشه. زوجی در برلین غربی در حال نشان دادن فرزندانشان به مادر بزرگ و پدر بزرگشان در برلین شرقی. اینم یکی دیگه از چیزایی هست که بشریت یا به اصطلاح انسانیت باید خجالت بکشه. این دیوار برلین من دو بار تا حالا دیدم، یکی همون سالی که شکستند و پایین ریختن، یکی هم پارسال که رفتم. و نمیدونم واقعا تو مغز دیکتاتورا چی هست. و اما این رئیس مافیا جو ماسریا در کف رستورانی در بروکلین با تنی پر از گلوله و یک آس پیک که قاتلینش در دستانش قرار دادن. این ماجرای آس پیک رو من نمیدونم چیه، در هر صورت اینم از این. و اما دورتی کانتس، اولین دختر سیاه‌پوستی که در سال 1950 وارد مدرسه سفیدپوستان شد، در حال مورد تمسخر واقع شدن توسط پسران سفیدپوست. حالا دلم میخواد این آقای ببینم کجاست و چقدر خجالت میکشه. هارولد ویتلز اولیویتلر برای اولین بار در زندگیش به وسیله سمعک صدا میشنود. فقط تعجب رو در چشماش ببینید. و اینجا میگه نیکولا تسلا، نابغه حوزه الکتریک، در کنار دستگاه فرستنده ذره خود عین همیشه تنها. دوستان این ماشینای تسلا که شما میبینید اسمشون الان کمپانیش معروفه، از اسم این آقا استفاده کرده، همون آقایی که گفتم ایون هست اسمش چیه، اسم اینو گذاشته. مردی در سال 1936 از دادن سلام نازی ها سر باز زده است. ببینید همه اون هایل هیتلر رو گفتن، ولی این دستاش پایینه. و اما
تصویری نایاب از یکی از میادین جنگ نببخشید، مجسمه آزادی در دست احداث ولی در خاک فرانسه. اونایی که نیویورک رفتن و احتمالاً مجسمه آزادی رو تو جزیره دیدن، این رو فرانسویا هدیه کردن و فرستادن به اینجا. گویا یکی دو بارم تو جنگ و منگ و اینا هم نمیدونم نمیست که آسیب دیده درست کردن دیگه، در تاریخش نمیدونم. خوبیش به این که این روزا همه این بیوگرافی ها و هیستوری اینها هست، تصاویری نایاب از یکی از میادین جنگ جهانی اول که طرفین درگیر با خمپاره مواضع هم را مورد حمله قرار دادن. من خودم یادم شخصا وقتی که آبادان جنگ بود و بندم رفته بودم اونجا، فوش میدادیم به صدام، میگفتیم پدر سوخته یک منور بنداز تا ما آفتابه رو پیدا کنیم و راه توالت رو ببینیم. سرباز نازی که در میدان نبرد دچار سوختگی شدید شده، با دیدن هیتلر سعی میکند به او سلام نازی ها را بدهد، ولی هیتلر دست او را نگاه میدارد. ببین چجوری تا عمق وجود طرف رخنه میکنه. و اما یک زن شوهر هلندی که یکی کاتولیک بوده و دیگری پروتستان و نمیتوانستند در یک قبرستان دفن شود، اینگونه تا ابد دست در دست هم ماندند. این و اون و از اون بالای قبرستون به هم دست دادند. بسیار ممنون از پتیک عزیز. اجازه بدید بریم سراغ بابک هروی در کالیفرنیا و ببینیم ایشون امروز صحبتشون درباره رضا مشایخی چی هست. خب به به حالشون آقا جان درود، ممنون، خدمتت باشه. باله. گوشی خدمتت باشه عزیزم تا تصویر شما رو بیاریم اینجا. بله دوستان عزیز، با آقای بابک هروی هستیم. بابک هروی رو من دیگه الان میتونم بگم سالها میشناسم و از طریق برنامه‌هایی که رفته بود و تحقیق کرده بود درباره آقای شاپور بختیار باشون آشنا شدم. بعد که آشنا شدیم دیدیم ای نور علی نوره، ما با عموی ایشون هم آقای دکتر مصطفی هروی قبلا آشنا بودیم. روان این مرد بزرگ شاد، یادش گرامی باد. می نشینیم پای صحبت بابک هروی و برنامه‌ای که ما با آقای رضا مشایخی داشتیم. هر وقت خواستی بگو تا من اون مدارک رو نشون بدم. بفرمایید بابک جان، با شما هست. یک دنیا ممنون آقای صحبی عزیزم. با سلام و درود خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز تلویزیون مردمی مردم، عرض کنم خدمتتون که با عرض معذرت از اینکه این فایل ها دیر به دست شما رسید و یه مقداری هم اون نامش درست یعنی هست ولی درست نبود، توضیح میدم چرا، البته عذر بدتر از گناه. این سه فایل هر سه در عمل دوتا هستن و این دوتا نامه هایی است که آقای مشایخی و پدرشون به خط خودشون در زندان نوشتن و برای تحصیلات تقاضا کردن و تو مسئله نیست، ولی حالا بعد توضیح میدم که داستان چیه. و عرض شد خدمتون که باز هم ممنون از فرصتی که به من دادید. مصاحبه آقای مشایخی رو من به دقت نگاه کردم و البته بعدش هم دو سه بار نگاه کردم و در همین حین هم ایشان محبت کردن و خب یه مقداری فحاشی کردن به من روی همون فیسبوک مردم تیوی، گفتم برو گم شو مرتی که بسیار محبت هم محبت میاد، غیر از این نیست. من هم دیدم حالا که ایشون اینقدر محبت دارن بهتره بیشتر دارن. پس برمیگردیم به داستان آقای مشایخی. اولا خدمت شما عرض کنم که ایشان در داستانشون سوراخ زیاد. حالا داستان چیه؟ پدر ایشون از سال 58 به عضویت سپاه پاسداران در میاد و عضویت کادر مرکزیش، یعنی کسانی که در اوین بودن بچه ها رو کشتن، به اونها تجاوز کردن، دستگیر کردن، سرکوب کردن و و و و و. حالا این بخش 58 اگر دقت کنید تو صحبت‌های ایشون تا سال 63 که ایشون از لبنان برمیگردن گمه، یعنی این فاصله فقط یه جا میگن پدرشون در نوشته‌های خودش نوشته که ما یه چند ماهی با 60 نفر از اعضای دیگر سپاه به جبهه رفتیم. حالا دیگه دروغ و راستش پای راهی اونو من کار ندارم، ولی به این صورت نبود جبهه رفتن اون موقع و سپاه هم همون موقع بر طبق مدارکی که هست
کتاب جناب سرهنگ کهتری هست، کتاب های بسیاری در زمینه جنگ ایران و عراق هست که سپاه اصلا حمله نمی کرد. یعنی دو تا از حملاتی که قبل از فتح خرمشهر انجام شد به دلیل اینکه اون بخشی که سپاه باید انجام میداد انجام نشد از بین رفت و بچه ها کشته شد. بگذاریم، ایشان میرن از طرف سپاه پاسداران به لبنان و کارشون هم اونجا به غیر از تربیت تروریست، تماسگیری با گروه های تروریستی در منطقه و زیر خدمت زیر پرچم درآوردن شیعیان جلو بنامدان هیچ چیز دیگه نیست. یعنی سپاه پاسداران به تعداد نیرویی که اون موقع ورمی داره و اعزام میکنه از جنگ ایران عراق فرار میده اینها رو و به لبنان و سوریه میفرسته. در عمل اینا سوریه بودن نه در لبنان، بعدها با لبنان تماس گرفت. هر شبه که اینها میان جون پاسدارای خودشون رو بخرن، چون جنگ ایران عراق جای هر کس نبود، به این صورت نبود. یعنی روزی مثلا فرض کنید شما 30,000 40,000 50,000 گلوله تو خونپاره میرید توی منطقه به اندازه مثلا فرض کنید فرفکس ویرجینیا، حالا یه جای کوچیک‌تر رو هرچی. پس مسئله این بود که اینها رفته بودن اونجا تا عملیات تروریستی بازوی اسلام رو فعال کنند و کردن. و در یکی از همین عملیات تروریستی که ایشان پدرشون در اون شرکت داشتن، البته ایشان پدرشون فقط نبودن، یکی دو نفر بودن، حالا نام دیگری رو هم بعدا ذکر خواهم کرد، اینها باعث میشن که 300 تفنگدار آمریکایی و یه تعداد زیادی فرانسوی در یک حمله انتحاری کشته بشن. بعد هم اوضاع انقدر خراب میشه که شاید دو ماه بعد به ایشون دستور میدن و به پدرشون که جمع کن همه رو و بیار تهران. یعنی به این مرحله. و پس از اون اگر نگاه کنید، پس از بازگشت ایشون از لبنان که سال 63,363 هست، باز تا 1373 که ایشون در رکاب سید خاتمی دارن قدم میزنن، هیچ خبری از ایشون در خاطرات آقای مشایخی و حتی خود پدرشون هم نیست. حالا این دقیقا همون دهه 60 هست که نکبت‌ترین دهه انسانی در ایرانه. یعنی جمهوری اسلامی داره بیشترین کشتش رو از جوانان ایرانی میده. پس این بخش هم مفقوده نیست. آقای مشایخی موقعی که میان انقدر مدح پدر میگن بسیار عالیه، ولی متاسفم من که حقیقتی تلخ رو اینجا بیان کنم و اون این که شما نمیتوانستید که در کادر مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشید و تیر خلاص نزده باشید. شما نمیتونستید توی اون کادر باشید و کسی رو شکنجه نکرده باشید، آزار نکرده. پس این از سوراخ‌های تاریخی داستان میشون. حالا از سال 1373 باز ایشون مفقوده تا سال 1384 که مثلا بازداشت میشن. بازداشت میشن و که البته اون داستان بازداشت شدن هم داستان بسیار خنده‌داریه. چون تو کشوری که ستار بهشتی رو میگیرن به خاطر یک دونه بلاگی که نوشته میکشن، یعنی اصلا به 48 ساعت نمیذارن برسن. در کشوری که زهرا کاظمی از در زندان میره تو بعد جنازش میاد، و در کشوری که خیلی های دیگه حتی امروز نامشون جایی نیست، موقعی که آقای مشایخی یک دونه کشیده خوردن، من در عجبم، من واقعا در عجبم. یعنی جمهوری اسلامی که ایشان تجربه کردن، این آقازاده با جمهوری اسلامی بنده و شما و ملت ایران خیلی متفاوت. بله اینا رو مثلا بردن زندان، در زندان یک پس گردنی به اینها نزده. ببین آقای صوفی، مسئله اینجاست، موقعی که زن سعید امامی رو میبرن و کتک میزنن تا جایی که دیگه نمیتونه راه بره، این همون رژیمیه که سعید امامیش دوست دست راست پسر خامنه ای هست، مجتبی خامنه ای. سعید امامی کسی است که با خانواده این 6 ماه رفته در لندن زندگی کرد و بعد زن این رو به این خفت میدازه. پس این رژیمی نیست که خودی و غریبه بشناسه. آقای مشایخ خوب دقت کن کارتن اینجا برادر، شما خودت بهتر بارید، شما خودت بچه سپایی هست. رژیم شما، پاسدارای شما، کسی که بر خلافش حرکتی هر حرکتی بکنه اون گونه جوابش رو میده. خودی و غریبه هم حالیش نیست، هرچی هم ضعیف در بده. حالا چطور شده که اینها شما رو پس
از برقرار کردن ارتباط با سازمان CIA. ببینید اینا دیگه شوخی نیست، یعنی ایشان خودش اومده گفته ما با CIA ارتباط گرفتیم، در ترکیه پدرم رفت، من هم در ایران با مزاحمین خلق دیگه. یعنی ببخشید هر چیزی اندازه‌ای داره، حالا البته توضیح میدم دلایل پشت این مطلب این کار ایشون هم چی بود. ایشون با مزاحمین خلق در تماس بوده، اطلاعات سری ایران رو به اینها داده و بعد فقط یه کشیده رئیس دادن. نه آقا، شما ملت رو به جای خودت و امثال خودت نگذارید، نه، ملت ایران بسیار باشکوه‌تر از این و مخاطب این تلویزیون هم بسیار بسیار باشکوه‌تر. پس با این بازی ها فکر نمی کنم که این تنور شما گرم بشه. حالا داستان چی؟ داستان این آقای سوری عزیزم که در یک سال قبل از اینکه آقای مشایخی تشریف ببرن در سفارت آمریکا در ترکیه و مدارکی رو از حمله جمهوری اسلامی به ستاد تفنگداران حافظ صلح در بیروت بدن، کس دیگر این کار رو کرده بود، سردار علیرضا عسکری. بله آقای مشایخی خاطرتون هست، سردار علیرضا عسکری از ایران خارج شد، در سوریه رفت، از سوریه پرواز کرد به استانبول، در استانبول هتلش رو ترک کرد و دیگه باز نگشت و همین عسکری بود که اسنادی رو در اختیار آمریکایی ها گذاشت که این مطلب رو تایید میکرد با اسم و ساعت و همه چیز. جمهوری اسلامی که از این مطلب به وحشت افتاده بود، چرا؟ چون کم چیزی نیست، شما دیگه سنله دور شد، تصمیم گرفت که همون کاری رو بکنه که همیشه کرد، یعنی بیاد اخباری رو که خودش میخواد رو اونگونه که خودش میخواد رو، چون خبرش درس کرده سوخته دیگه، این اخبار سوخته است، اولا مال 1980 بعدم خبرش که عسکری برده داده، حالا یه دفعه پدر ایشون یادش افتاده که اون اسناد رو به دست بده رو بده. باز چند تا سوال دیگه پیش میاد اینجا. اولا پدر شما که خودش کننده کار بوده در لبنان تا وقتی که به تهران بازگشته این جدن نمیدونسته که کار اینا چی بوده اونجا، مثلا به این لبنانی ها که پول میدادن برای عمل انتحاری انجام بدن چی کار قرار بوده بکنن که اومده تهران تازه فهمیده. ببینید دروغ با گداری هم کنم متاسفه، ولی پدر شما بسیار خوب میدونسته چه کار کرده. اما این همه سکوت دلیلش فقط پناهنده شدن یا حالا ربایش، حالا هر چیز بشه میتونه تنظر نچه مشخص نیست، سردار عسکری بوده و اینکه خبری لو رفته بوده که از طریق خود رژیم نبوده، حالا باید درست میشود. همون اخبار رو به گونه ای که میخواستن واسه اینکه اعتبار عسکری رو هم از بین ببرن، مسلم بدونید تو چیزی گذاشته بودن که شک و تردید در مقابل عسکری اون چیزی که دارن ایجاد کنه. پدر ایشون میفرستن به سفارت ایران، سفارت هم بوده در ترکیه، ایشون میره اونجا میشین، قراردادش رو میبنده، اون حالا پول و اقامتی رو که لازم بوده برای خودش و خانواده‌اش رو وصول میکنه، بعد با کمک همونها به داخل ایران برمیگرده، وقتی که به خونه میرسه تازه احساس پشیمونی میکنه. نه نمیدونم واقعا آدم به جای چی میذاره، برای من اینها سواله و حکم نیست، برای من سواله. چرا؟ چون از این رژیم به جز دروغ، خیانت و کثافت من چیزی تا امروز ندیدم. حالا برمیگرده به مطلب، ایشون برمیگرده به تهران و مسئله این بوده که پدر ایشون به گفته خودشون میخواسته براندازی کنه. ببینید باز یه مطلب دیگه ما اینجا داریم گرفتاری داریم. اما پدر ایشون همون کسیست که در یک سال دو سال بعد از اون مطلب ور میداره به میرحسین موسوی مینویسه که گفتم هرگز در ایام اعتراضات خود هیچ گونه اعتقادی به براندازی یا سوق دادن جامعه به سوی انقلابی دیگر نداشته، بلکه این نوع تفکر را جفا به ملت و مملکت میدانم و و و. این گفته صریح پدر خود ایشان هست در وبلاگ خودش. خب پدری که رفته مدارکی رو به آمریکایی‌ها بده که براندازی کنن، حالا تو به میرحسین موسوی نهاد. عجیب نیست؟ برای من عجیبه، ببخشید. چون
من نمیتونم برم دست ایشون رو در حالی که بهش به وطنش خیانت میکرد، حالا به حالا اصلا جاسوسی میکرد، اصلا به وطنش خیانت میکرد، بهش جاسوسی میکرد بگیرم عکسش بیارم بدم. اما من از نشانه هایی که در صحبت های ایشان هست، در حرف های پدرشون هست، میتونم مطلب رو عنوان کنم. پس کسی که رفته بدترین مدرک رو به پولان که همون حمله نظامی باشه آمریکایی‌ها رو در اختیارشون گذاشته، حالا اومده سال بعد داره میگه که مگه میشه جفا کرد به ملت و براندازی کرد و فکر انقلابی دیگر. ببینید اینا پس تضادها هست. و مسئله اینجاست که ببینید خود ایشان، خود آقای مشایخی مثلا دوستار صحبت تضاد هست، در برنامه شما میاد میگه که ما مجبور به فرار از ایران شدیم. خب این گفته ایشون، همین گفته رو اومده در زبان انگلیسی هم در یک نامه سرگشاده‌ای که هیچ وقت به دست ترامپ نرسیده برای ترامپ فرستاد. اما پدر خود ایشون اومده گفته که ما اصلاً خدمتتون که در منزل ایشان رو یک ماه میگن شما از شهر خارج نشید که با نماینده وزارت اطلاعات دیدار کنید. بعد میگه که پس از یک ماه نتیجه آن بحث طولانی در خانه و رجوع به بسیاری از بزرگان فارس و توصیه آنان که با دو دست که یا دو دست خود را به علامت تسلیم به هوا بلند کن یا جهت آرامش خانواده و اطرافیانت از کشور خارج شد. یعنی خود وزارت اطلاعات به گفتی پدرشون گفتی بیا از ایران خارج شد. بعد از قضیه است که ایشون مثلا جاسوسی کرده، دستگیر شده، حالا مثلا با زندان رفته، پس خود وزارت اطلاعات بهشون میگه از ایران خارج شو. ببینید یه چیزی تو این قضیه بد میلنگ، من کار ندارم چیه، ولی وزارت اطلاعات خودش هیچ وقت نیمده به یه ناخودی بگه آقا بیا مملکت برو. بعدم اینا که به شما گفتن بیا خارج شو، چرا به سبک فخرآور نرفتی دست فرودگاه خارج شی، چه زده ترکیه رفتی؟ یعنی سناریو همه دو با تکمیل تر می شده. و دلیل اساسی هم این که علیرضا عسکری از اعتبار بندازه، من اخباری که اون برده و به CIA سازمان امنیت ترکیه میت و باقی کشورها داده. حالا برمیگردیم به مطلب خودمون که این آقا خیلی باعث شد که من دقت کنم توی بعضی مطالب. سه تا فایل برای شما فرستادم آقای سروبی، اینها هم از نظر کارمایی مقدر اینجا ارزش دید. یکی از این دوتاش نامه هایی هست که یکیش رو آقای امان مشایخی، امان الله مشایخی، یکیش رو هم آقای رضا مشایخی در زندان نوشتن. کدومشو میخوای الان نشون بدم؟ ببینید این دوتا که خودشون نوشتن رو هر کدوم رو نشون بدیم فرقی نداره، چون به صورت مدرکیست که اینا ارائه دادن. اما یه دونه هست که کلمه اوورلپ رو دنبالش گذاشتم که فایل سوم هست، اگر پیدا کردی به من بگید چون من تصمیم شما ندارم. فکر کنم دو تاش یکیه. نه دو تاش نامست آقای سوربی. اوکی. یکی رسیمه، اسمش رسیمه، نامست که این آقا نوشتن. اجازه بدید من الان بهتون میگم. من دارم فرم ویژه مکاتبات مددجویان رضا مشایخی فرزند امان الله رو نشون میدم که نوشتن درباره تسهیلات و ما موجب انتقال از استفاده از تسهیلات زندان را فراهم نمایید، که حالا بعد از ایشون میپرسیم چیه، مگه کسی که اونجا میره باید نامه جدا بنویسه که از تسهیلات زندان؟ یه مطلب مهمتری هست که شای سوربی، یه فایل سومی هست به نام رسیم اوورلپ. اوکی. اسم فایل. آره اونم من اومدم. بده. آره این چرا دوتایی نوشته؟ آها همین رو میخوام از این یه سری زبل بازی توشه. حالا داستان چیه؟ من اومدم این دوتا نامه‌هاش رو دقت کردم، دیدم که خط این دو نامه بدجور به هم شدید توجه داشتم. بعد اومدم توی فوتوشاپ این دوتا نامه رو گذاشتم روی هم و منطبق کردم و متاسفانه نتیجه‌ای که میبینی این است که این دو نامه هر دو به خط یک نفر نوشته، اثرهای انگشت هیچ کدام واضح نیست و این دو نامه از طریق خود وزارت اطلاعات نوشته. شما نمیتونید بگید
که آقای امان الله مشایخ و آقای رضا مشایخ هر دو در یک تاریخ رفتن با یک گونه خط و دقیقا خط یک گونه است. تا حتی کلمه مشایخی رو که امضا کردن هر دو یک گونه است. ببینید ما با مدرک میخواییم و برای من جالبه که چطور سازمان اطلاعات امنیت آمریکا نتونسته بگیر که البته حالا باز دنباله داریم اون قضیه ادامه خواهم داد، ولی این بزرگترین مدرکی است که به وسیله خود آقای مشایخی در سایت خودشون در وبلاگ پدرشون هر دو منتشر شده و این دو مدرک نویسندهش هر دو یک نه. حالا چطور ممکنه که این امکان به وجود اومده باشه من دیگه نمیدونم، حتما آقای مشایخ باید توضیح از ایشون بیارم بدن، ولی در عمل به این میگن جعل اسناد. جعل اسنادی هم که شما اگه دقت کنید در انشاءش نوشته، اینجا این نکته هم خیلی جالبه که شما برای تسهیلات زندان دارین تقاضا میکنین، بعد باید جرمتونم در دو جا، یکی در بالای کاغذ ببخشید و یکی در وسط کاغذ به وضوح بنویسید اقدام بر علیه امنیت ملی. آخه دیگه این کاغذ که جرم اقدام بر علیه امنیت ملی در دو جا لازم نداره، آقا یه سرکار گذاشتن، مگر اینکه دارن سند میسازن که وقتی که از زندان آمدن بیرون، این وزارت اطلاعات داره میسازه، از زندان آمدن بیرون به ترکیه اینو بتونن نشون بدن که آقا ما زندان بودیم، جرممونم این بوده و و و. ببینید عزیزان من، مسئله اینجا آقای مشایخی نیست. آقای مشایخی هم یه مهرس مثل همون گنجی که به قول معروف خدا و پیغمبرشونه. بله گنجی، اکبر گنجی، اکبر پونه، اکبر گنجی که در زندان ولی فقیه اعتصاب قضا میکنه و سر از آمریکا در میاره، در دانشگاه میشیگان تدریس میکنه اسلام صحیح رو. مسئله موسویان ها هستن که از ایران پناهنده میشن با آمریکا، سر از دانشگاه پرینستن در میارن و اسلام صحیح رو درس میدن، چهره خوب اسلام. بله این کلکی بوده که سالهای سالهای سال به وسیله این گونه عوامل جمهوری اسلامی در خارج زده شده و دیگه یه ذره امروز نخنم است. بله ایشون موقعی که شما برید به مطالبشون رجوع کنید، موقعی که من سوال کردم که کدوم اپوزیسیون رو میپسندن، خیلی ملیح سعی تکون دادن هرچی مردم بپسندن، نقربون این خبرها نیست. ایشون از طرفداران کروبی و موسوی هستن و نخواستن این رو، جرأتش رو نداشتن در جلوی دوربین اعلام کنن و مدارکش هم هست، یعنی جا به جا نوشته خودشون و پدرشون که سرسپردگی کامل رو به شیخ شجاع دلاور و آقای موسوی ابراز کردن. حالا موسوی کیه؟ باز برای یادآوری میگم، موسوی همون کسی است که داره میگه ما میخوایم ایران رو به دوران طلایی امام بازگردیم. ببخشید من واقعا حرفی دیگه در این مورد ندارم بزنم، یعنی آقای مشایخی از اول کار تا آخر کارش غلطه. یه مطلب جالب دیگه هم بگم البته این در مورد صحبت ایشون، ایشون میاد میگه من 19 ساله بودم در سال چهارم دانشگاه دستگیر شدم نتونستم بخونم. آقای مشایخی اگه توضیح میدید درست بده برادر، برادر پاسدار، شما در 15 سالگی دیپلماتو گرفتید چطور میشه کنکور، یعنی واقعا باید نابغه‌ای بوده باشه دیگه، نه فکر نمی. ولی به هر صورت این مدارک بدان گونه تهیه شده تنظیم شده که فقط بعد این مدارک چرا باید اصلا دست آقای مشایخی پسرش باشه؟ این نامه رو که من الان خواهش کردم شما نشون دادید، اینو می نویسن میدن به دفتر زندان، میره حالا روش اون دایره که باید کار میشه بایگانی میشه. شما این نامه رو از کجا بود؟ چقدر دیگه مدرک دارید میخواید بیارید؟ تا کجا مدارک دارید؟ ببینید به قول آقای سوری کارمون خیلی خراب، خیلی خراب. یعنی شما اومدی روز روشن مردم توی چی بفشته بود؟
بودی اونجا یه بازی رو علم کردیم، جاسوس بازی، اون تا بعد آوردیم به زبان و به زمان اوباما خوردیم. اوباما هم هیچ دلش نمیخواسته که این اسناد انتشار پیدا کنه، اصلا در بیاد یا هرچی. معمولا هم اسناد موقعی که به دست سازمان اطلاعات امنیت آمریکا میرسه به پنتاگون نمیفرستن. آقای مشهد شرمنده بود، اشتباه اطلاع دادن بهت. اون مأمور مخفی، پلیس مخفی که دم در شما ایستاده، این اطلاعات رو اشتباه به شما داده. حالا پلیس مخفی در زبان انگلیسی یا در آمریکا میشه سیکرت سرویس، های مشایخی، که برای شما و همسال شما به کار نمیره. برای شما اگر محافظ احتیاج داشته باشید، من واقعا نمیدونم از پدر نورانی جمهوری اسلامیتون برای چی باید بترسین که محافظ لازم داشته باشین، یا چه کاری رو اونها خواستن که تو شما برشون انجام دادیم. من نمیدونم. اینم یه مقداری بر من عجیب. دوستمون ببو میگه خیلی خوشحالم که آقای هروی رو باز میبینم. اجازه بدین به ایشون بگم که شما هفته قبلم با ما بودید و جای گله داره از ایشون که برنامه ما رو دنبال نکرده. دو، یکی دیگه از دوستان به نام آقای علی پیشرو که من از ایشون هم دعوت کردم مهمان برنامه ما باشن، گفتن که پیشنهاد میکنم از آقای مشایخی نیز دعوت کنید تا با حضور آقای هروی به سوالای ایشان پاسخ دهند. البته بعید میدانم آقای مشایخی قبول کنند. دوستانی که رو فیسبوک هستن میبینید الان آقای مشایخی هم هستن روی فیسبوک و حتی به شوخی نوشتن مثلا چه سوادی به و یه چیز درباره شما. فقط من یه چیزی میخوام اینجا سوال کنم، چون شما این فرما رو گفتید که از روی فیسبوک خود ایشون برداشتید و اینها، من نمیدونم تا اونجایی که من میدونم مددجو به کسایی میگن که به اصطلاح مثل علیل هستن یا اونایی که تو جبهه یه چیز شده بود. البته من میدونم 32 سال از ایران دورم و چیزایی که اونها مینویسن و میگن دیگه واقعا بعضیاش برای ما قابل فهم نیست، ولی این فرم که بالاش نوشته فرم ویژه، حالا این رو از خود آقای مشایخی خواهم پرسید، فرم ویژه مکاتبات مددجویان، بعد توی زندان اینجوری که این دوست اون نوشته توی زندان میپرسن که تاریخ آزادی من را از زندان بگید، یکم من متوجه نمیشم. کاش این فرم زودتر اومده بود، من برایشون فرستاده بودم توضیح میدادن. حالا همین دلیلی میشه که ازشون هم دعوت کنیم، همونجوری که دوستون آقای علی پیشرو گفته. و اجازه بدید من یک چیزی رو بگم تا شما هستید. من یه تجربه خیلی بدی دارم که وقتی دو تا از دوستان رو که درباره هر چیزی با هم اختلاف دارن، حالا چه مذهب، چه سیاست، چه سر یه موضوع معین اینها اختلاف دارن، دعوت میکنیم، متاسفانه قرارمونو میذاریم که آقا 3 دقیقه شما صحبت کن، 3 دقیقه شما صحبت کن، این وسط 1 دقیقه ما صحبت کنیم که شما دوتا نفس بکشید. میبینیم تبدیل میشه به جر و دعوا. بعد از چند سال، من 20 ساله دارم این کار انجام میدم، به این نتیجه رسیدم که این روزا با این امکانات خوبی که وجود داره بهترین کار اینه، همونجوری که شما اون روز گفتید من حاضرم بیام، یه بار دیگه ایشون بیاد صحبت کنه، شما بنویسید، یا اینکه این مکالمات و این مناظره رو به قول معروف یا دیبیت هر چی اسم بزنی از طریق یوتیوب، فیسبوک و اینها ادامه بدید. در صورت این دعوت ما با هست، موجوده و ما همیشه گفتیم که دوستان میتونن در تلویزیون مردم صحبت کنن. یه چیز جالب برای من آقای هروی که من رو جلب شما کرد اون چند سال پیش اینه که شما این اطلاعات رو از کجا میاری؟ خب میدونم یه سریشو مثلا خود طرف گذاشته، ولی شما یه اطلاعاتی رو میاری که یه مقداری برای من، حالا نمیخوام به اصطلاح رازتو اینجا برای ما بگی، ولی برای من جالبه که چقدر وقت میذاری اینا رو پیدا میکنی، پیگیری میکنی. دوستان عزیز وبسایت به اصطلاح فیسبوک آقای هروی رو بهتون نشون میدم، با خودشون مستقیما تماس بگیرید اگر پرسشی دارید، نظری دارید. و من گفتم من از جایی که برنامه دکتر بختیار رو شما درست کردید و گفتید بختیار اون شخصی نیست که، نه دالت تو جمله ملی هم که باش مشکل داره، بختیار اون شخصی نیست که آقایانی مثل آقای دکتر رزماور و اینها میخوان، رزمارا و اینها میخوان نشون بدن، و در حقیقت اینا همشون جزء یک باند فسادی بودن که به خاطر پول
اصلا رفتن و پولا رو گرفتن و مملکت و اینها رو ول کردن بی سر سامون، و اونا رو اگه بتونی باز برای ما یه جوری لینکاشو بذار، یک میدونیم یه دوره چیزی بزنیم مموریمون ریفرش بشه. در اصل بله من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش میکنم آقای صوفی عزیزم، من تمام اطلاعاتی رو که امروز در این صحبتمون استفاده کردن تمام پابلیک دومین هست، یا اطلاعاتی که روی اینترنت برای همگان در دسترس. نام های آقای مشایخی و پدر روی سایت خودشون هست، به همین سادگی. عرض کنم خدمتتون که داستان سردار عسگری هم روی وب همه جاش هست، یعنی ریخته، و اطلاعاتی که خب به سرویس قرد. پس نهایتا اینجا میمونه که به قول معروف علت و معلول رو آدم ببین، همین که چطور یه دفعه آقای مشایخی یک سال بعد از آقای عسگری میره دوباره به همون در سفارت آمریکا پناهنده میشه و همون اطلاعات دوباره به اینا میده. برای چی؟ آیا در جریان نبود عسگری این کار کرده؟ چه بود؟ یعنی اصلا باور کردنی نیست. آیا فکر کرده اطلاعاتش بهتره؟ فکر نمی‌کنم، چون کسی که خودشو توی اون صف اون مقر تفنگدار منفجر کرد یه نفر بود دیگه، دو تا که نمیشه که اون که دور نزد. پس مسئله اینجاست که ببینید این تکرار، این پرالل سازی، موازی سازی برای چی انجام شده؟ آقای هروی این هم انفجاری بود که یه آقایی هم که الان خیلی جالبه، یه آقای اصفهانی به نام منوچهر معتمد، این تو تلویزیون‌های مختلف آمد صحبت کرد و میگفتن دلیلی که به اصطلاح رفسنجانی اگه پاشو از ایران بذاره بیرون میگیرن و چیش میکنن همین آقای منوچهر معتمره. حالا دوستان ببینید تو کانال کالیفرنیا چه کسانی دفاتر و محضر درست کردن و به شما میگن اگه میخوای ارث باباتو بگیری بیا به ما بگو. آقای منوچهر معتمر امروز در کالیفرنیا است. آیا این همون انفجاره در رابطه با آرژانتین یا اونی که تو آفریقا بوده؟ نه، انفجار آرژانتین آی صوفی عزیزم مال اون یه انتقام گیری بود بر علیه دولت وقت آرژانتین، به خاطر اینکه اونها نیومده، یعنی قرارداد انتقال تکنولوژی اتمی به ایران رو نیمه تمام گذاشتن و جمهوری اسلامی هم اومد در آرژانتین از کنیسه یهودی ها بمبگذاری کرد تا یه سری از مکانهای دیگر، که این فقط مسئله انتقامی بود و گذشت. این صحبتی که ما الان داریم میکنیم که پدر آقای مشایخی از فرماندهان اون گروه ترور بودن و در ایران که به دو سال بعد برگشتن تا از متوجه شدن چیکار کردن، خیلی جالب. این یه سری از فراری های به قول معروف از جنگ سپاه بودن که اینا رو رضایی و شیرازی میفرستن به سوریه و اونها در اونجا با گروه های تندروی شیعه لبنانی ارتباط برقرار میکنن، باقی مونده های سازمان عمل و و و و اینها رو تشویق میکنن که آقا بیان خودتون منفجر کنین، انتحاری کار کنین، و در بمبی که اینو منفجر میکنن در مقابل مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی 300 تا از اینو کشته میشه. این اون انفجار و اینها هم تماما دنباله اون مطلب است. اما یه مطلب کوچک دیگه میخوام بگم، بعد سوالی بود که یعنی جوابی بود که در مورد آقای ذوالفقاری میخواستم اضافه کنم چون محبت کردیم. آقای مشایخی میفهمان که با مزاحمین خلق، چون دو تا مطلب مرتبط میشه دست آخر، با مزاحمین خلق یا همون مجاهدین خلق یا منافقینی که ایشون امروز میگن ارتباط برقرار کرد که اطلاعات بشون. اولا آقای مشایخی شما موقعی که جلوی دوربین میایید و میگین که ما اون روز این رو به سفارت آمریکا نگفتیم، بذارید من یه توضیح براتون بدم. اینجا پنهان کردن حقیقت از دستگاه های فدرال جرم محسوب میشه، statute of limitation یا زمان گذشت هم نداره، یعنی شما فقط داری خودتو اینجا دفن میکنی. نمیدونم چرا برصورت شما از ایران اومدی با سازمانی تماس گرفتی که رفته زیر دست عراقی ها و پدر شما هم که مثلا در دفاع مقدس بوده میدونسته اینو
که شما رفتی با سازمانی تماس گرفتی که قاتل بچه های ایرانی در جبهه بوده. بابا به چه اعتقاد داشتی شما؟ به اسلام که بخیر، جمهوری اسلامی که هیچی، وطن شما رفتی اطلاعاتی رو به سفارت آمریکا دادی که به ایران حمله کنه، چه وطنی؟ براندازی از اون وزیر دامن موسوی هستی. ببین موقعی که میگم سوراخ زیاده واسه همینه و هیچ کدوم رو همشون نمیتونه بگیم. آقای هروی اجازه بدید که من این رو هم بگم، بعد از مصاحبه که من با ایشون کردم، چون قبلش عکسایی برای من فرستاده بودن، من حتی بهشون گفتم که مطمئنی که میخوای این عکسا رو نشون بدی که در آزمایشگاه های سنترفیوژ اینها کار میکنید. بعد دوستی تماس گرفت گفت سربی مواظب باش، آقای رضا مشایخی از این طریق میخواست دنبال خریدار بگرده برای دقیقاً همینطوره، برای اطلاعاتی که داره. در هر صورت حالا امیدواریم که آقای مشایخی بعداً توضیح بدن. اجازه بدید من اینجا یک تبلیغ مجانی برای آقای منوچهر معتمر بکنم. دوستان این آقای منوچهر معتمر که الان دفتری باز کرده به نام شرکت طلوع عدالت املاک، دارید میبینید اینجا شماره تلفن‌هاش هم هست 949-338-4705-949-202 اینها، و این همون کسی که اصلا ببینید میگه پراپرتی ایران، یعنی میگه من به اصطلاح خونه شما رو توی ایران آزاد میکنم. نمیدونم حالا دیگه شما خودتون حساب کنید که چگونه یه نفر میاد تو تلویزیون‌های ایرانی دور میزنه میچرخه همه جا میگه که این بر علیه رفسنجانی این مدارک رو داره چرین و چران، همچین که پاش اینجا صفت میشه و میمونه و گرین کارت میگیره و احتمالاً سیتیزنشپ میگیره، میاد یه دفتری باز میکنه که در رابطه مستقیم با صورت بابک خیلی قشنگ شده. این هست. و شما درباره اون چیزی که باز گفتید، خب این بود یه چیزی که من ببینید به قول معروف نظرم رو نگرف اون روز وقتی صحبت کرد، ولی شما الان میگید که آقای رضا مشایخی خودش میگه من در صحبتایی که کردم با آمریکا این یکی رو نگفتم، و شما درست میگید. حتی چند روز قبل یک خانم مال کجان گفته بود یه چیزی درباره شوهرش دروغ گفته بود و میخواستن اقامت این رو به اصطلاح ازش بگیرن، ریوک کنن، و خیلی چیزا، یه چیزایی نه خیلی چیزا هست که استچو آب لیمیتیشن نداره، تجاوز قتل اینها که مثلا اگه یک کسی 40 سال پیش به یک کسی تجاوز کرده باشه بازم امروز میتونه بره شکایت کنه، در صورتی که پول و مسئله دادگاه و تصادف و اینها بعضی وقتا میبینیم میگن 2 سال استچو آب لیمیتیشن یا این زمان رو داره. من بازم ازت عذر میخوام که حرفتو قطع کردم، ساکت میشم، شما بفرمایید. خواهش میکنم. اولا بسیار محبت میکنیم، من هم از سخنان شما استفاده میکنم صحبی عزیزم، بعدم کاملا درست میگین، اون دوستمونم که گفتن درست میگن. ببینید هر چیزی باید یه فلسفه وجودی داشته باشه. من موقعی که برنامه آقای مشایخی رو دارم نگاه میکنم، برای من به عنوان بیننده سوال میشه که چرا بی ربط و واقعا بی ربط یه دفعه میزنن به صحرای کربلای اتمی و اینکه شغلشون چیه، چسب چی تولید کردن، 5 کشور تو چه ربطی داره؟ آقا شما داری مارکتینگ میکنی؟ اصلا داستان چیه؟ شما که بهتون مهندس میگن خلا خوشش ببر دیگه، باقیش برای چیه؟ با کی داری کامیونیکیت میکنی؟ با کی داری ارتباط میگیری؟ این چه وضعشه؟ حالا اولا تمام سرویس های اطلاعاتی اینجا میدونن که شما چی تولید، دانشگاه شما نه شما چی تولید کردی؟ تمام سرویس های اطلاعاتی اینجا میدونن که امروز جمهوری اسلامی ایران به دنبال چه درجه ای از فیبر کربن در بازار هنوز داره میگرده. ببینید آقای سوردی، اینجا ما گرفتاری داریم با آقای مشایخی. به گفته سازمان های اطلاعاتی امریکا امروز هنوز جمهوری اسلامی از بزرگترین خریداران فیبر کربنی است که درجه خاصی داره، خودشون هم میدونن. خب آقای مشایخی میگه اینا تولید کردن تمام شده دیگه، میله وسط سنتریفیوژها رو اینا دارن از اون میسازن. ببینید حتی اگر صحبت شما درست، صحبت شما جایی در این مصاحبه نداره، فیلمی که شما میفرستید تبلیغ جمهوری اسلامی جایی در این مصاحبه نداره، و چون جایی نداره فلسفه وجودی نداره، اسباب سوال میشه. توجه داشته باشید، مسئله من این نیست که ببینید آقای مشایخی یه مهره، یه مهره خیلی کوچیک و مهره‌ای که نتونست اینجا پا بگیره،
و الان که دولت ترامپ اومده، چون در دولت اوباما اینو جدی نگرفتن، بازی هم نداد، هیچ جا نیست. یعنی نگاه که کردم مثل مثلا اون زالوی فخرآور و چه میدونم اون مارمولک باطبی و اینا، از دیوار جایی بالا نتونسته، مشخصا دست و پاشو بستن. الان که دولت ترامپ اومده، دوباره اومده خودش رو معرفی کنه، دوباره معرفی کنه، آقا ببین من چقدر خوبم، ببین آقا من، نه نه قربون، شما هم یک اصلاح طلب دیگه نظام هستید، با نظام تا ریشه استخونتون قاطی، در تمام قتل و غارت و تجاوز پدر شما هم به عنوان یکی از پاسدارهای جمهوری اسلامی شرکت داشته، متاسفم، و صحبت شما نفر رو عوض نمی کنه. ببینید مسئله ما اینجاست که شما از ایران رفتی با مزاحمین خرب، قاتلین بچه های ایرانی ساخت و پاخت کردی، 80 ساعت تو با اینا با اینترنت چی گفتی؟ چی دیدی گرفتی؟ بذار جان، بعدم جالب اینجا خودش میگه موقعی که کلمه هجرت رو گفتن، برادران بدنام و امام زمان ریختن خونم. عجب، یعنی اینا هر 80 ساعت رو داشتن اخباری که شما دادی رو همه رو تایید کردن، شما بید خواستن شما این اخبار رو بید. و شک من آی صحبی بر اینه که اطلاعات سپاه در اون زمان سعی کرده بود با این کار هم عسکری رو به قول مرغ از سکه بندازه، هم از طریق این شاخصه توی مزاحمین و منافقین و مجاهدین نفوذ کنه. چرا؟ چون شاخصه داشته اطلاعات از پدر میگرفته به اینا میداده، خود ایشون که اطلاعی نداشته، یه دانشجو گمنامی بوده در اون زمان، پس اطلاعات پدر به ایشون میداده، ایشون رو مجاهدی میداده. خب و ایشون و پدرشون بهتر از هر کس میدونستن که مجاهدین که هستن، چه هستن، قابلیتاشون چیه، از کجا میان، زمینه‌شون چیه. این جمله رو میخواستم چون صحبت به اینجا رسید، اون روز که آقای ذوالفقاری صحبت میکردن فرمودن که بله، چون مزاحمین رو به قول معروف جمهوری اسلامی قدرت بهشون نداد، اینها رفتن و این فجایع رو مرتکب شدن. آقای ذوالفقاری با تمام با کمال احترام، جمهوری اسلامی به همه ظلم کرد، به منی هم که رفتم جبهه جنگیدم ظلم کرد، اما این دلیل نمیشد، چون اون به من ظلم کرده، من وطنم ظلم کنم. نه، ببینید استدلال شما در اینجا باطله. شما داری میگی جمهوری اسلامی چون به مزاحمین ظلم کرده، نباید بره مثلا سوئد، نباید بره، باید بره فرانسه، بعد بده خود بغداد ستاد بگیره، زندان ابوغریب رو در دست بگیره، سربازان اصیل ایرانی رو بگیرن، نزی شکنجه بگیرن که فقط بکشن رو تو اردوگاه جهنمیشون. آقا فکر کنیم بعد یک چنین چک سفیدی کشیدن، به جز اسباب دردسر برای نسل بعدی ما نخواهد. مزاحمین خلق کسانی بودند که به خاطر یک ایدئولوژی، اینها اول ایرانی نبودن، این اول مجاهد خلق بودن. ببینید موقعی که میگیم وطن، آقای مشایخ اول ایرانی نیست، اول چیه؟ اول یه پاسداره، اول پاسدار انقلاب اسلامیه. اینها ایدئولوژی براشون اول میاد، بعد مسئله وطن پرستی. اول اینا پاسدارن، بعد مسلمون، اول مجاهدن، بعد مسلمون. گرفتاری من با نمیدونم، امیدوارم مطلب رو درست ببینی. نه بسیار ممنون. اگر جانم میگم بسیار ممنون، خیلی ممنون. دوستان عزیز همینجوری که میبینید تلویزیون مردم، یکی از دوستان میاد صحبت میکنه، دوست دیگه ای انتقاد میکنه و همه آزاد هستن نظراتشون رو بگن. شما هم آزاد هستین نظرتون رو بگید، پرسشتون رو بپرسید و امیدوارم که این گفت و شنودها ما رو آشنا کنه به اون صفحه های تاریخ که احتمالاً تاریک هم هستن. بابا جان اگه صحبتی داری بفرمایید، اگه نه ازتون خداحافظی کنیم تا در آینده باز دنباله این بحث و گفتگوها رو با هم ادامه بدیم. خواهش میکنم، یک جمله پایانی دارم. اولا اینکه تشکر میکنم از شما که واقعا تشکر میکنم. این فرصت رو به من میدید، واقعا ازتون ممنونم، از بینندگان عزیزم که وقت میذارن و صحبتهای من رو گوش میدن، و با آقای مشایخی و دیگر کسانی که اسمشون در اینجا بردم. اگر آزار شدید من متاسفم، مسئله شخصی نیست، خواهش میکنم به خودتون نگیرید. مسئله این هست، چیزی رو که شما عنوان کردید یک شنونده شنیده و بر نتافت،
به هر صورت امیدوارم که همیشه موفق معید بشید در همه کارهاتون و باز هم ممنون که از من دعوت کردید. خواهش میکنم، اوقات خوبی برای آرزو میکنم. مرسی که با ما بودید. قربان شما، خدا نگه. با امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای بابک هروی بودیم. اجازه بدید یک بار دیگه صفحه فیسبوک ایشون رو به شما نشون بدم. خیلی ساده اسم خودشون رو نوشتن، هم با فارسی هم با انگلیسی، بابک هروی، و میتونید از این طریق باشون در تماس باشید. این روزا فیسبوک واقعا بهترین راه تماس با دیگران هست. اون دوستمون آقای مجید نوروزی به شوخی نوشته سوروی غور نزن، حالا اگه به جدی هم نوشته خب حق داره، من غور زدم، نوشته که غور نزن، من میخواستم این به اصطلاح برنامه رو جدا داشته باشم. یادم نیست اون وقتا، فکر کنم ایشون خودشم تو رادیو تلویزیون اینها برنامه داشت. حالا نمیدونم شما همون آقای نوروزی هستید یا نوروزی دیگری. ضمن نوروزی ها هم شیرازی هستن، هم آبادهی هستن، هم تهرانی هستن. جمال نوروزی اون به اصطلاح سراح امیر حضور بود و اینها و داستان هایی داره. بله، بعد جمال نوروزی هم یکی در شیراز همشهری که الان هم فکر کنم در اروپا باشه. دوستان عزیز، این برنامه ما به همین صورتی که میبینید خیلی خودمونی کژوال اجرا میشه. شما هم اگه خواستید میتونید با ما باشید و اگر اون فایل قسمت هشتم برنامه عقل رو به اصطلاح دوستون برای من پیدا کنه و بفرسه، روز چهارشنبه پخش میکنم. به احتمال 99% روز جمعه آقای دکتر افشارها با ما هستن و آقای نوروزی، من اون فایل صوتی مال امروز رو برای شما از طریق فیسبوک فرستادم و این دوستمون میگه که بابک دوست داریم. خیلی هم خوب، بالاخره یه نفر درست نوشت بابک دوستت دارم رو درست نوشت. اونها دیگه میگن بابک دوست داریم، بعد شما باید بخونیش بابک دوست داریم. یعنی گفتن و نوشتن یک کمی با هم فرق میکنه. جدید، دمت گرم جان بابک. آقای هروی، آقای شیرزاد جلیلی از سوئد نوشته که رامبو جدید، البته عکس آقای فخرآور رو گذاشته و دوستان میدونید که کم کم آقای فخرآور داره آماده میشه که بشه رئیس دفتر آقای رضا پهلوی. و اگه یادتون باشه فخرآور سعی میکرد که به رضا پهلوی بگه ما یه جوری فامیل شما هستیم. حالا یا آقای رضاخان یه شبی در شمال خونه اینا بوده و اینها، در صورت میخواست یه جوری بگه که منم فامیل شما هستم و هیچ بعید نیست فامیل خودش رو به پهلوی عوض کنه. البته شنیدم توی تگزاس یه نفر فامیلش رو عوض کرده، گذاشته ترامپ. حالا شاید این دوستان هم در صدد هستن که این کار رو انجام بدهند. پس باید صبر کرد و دید، یا صبر کرد و شنید، و تا اون موقع دوستان عزیز بریم این نوشته ها رو که برای شما گذاشتیم با هم بخونیم، که یکیش دوستی برای ما این رو فرستاده، بخشی از سخنرانی دکتر یوسف ابازری استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران. این فکر کنم همون آقایی هست که میشینه خیلی هم ساده صحبت میکنه، ولی خیلی از حرفاش دیگه چیزایی که همه میدونیم. مثلا سعی میکنه خوب باشید، اینجوری کنید، اگر دروغ نگید احتیاج نیست، همه رو میدونیم. مشکل ما اینه که میدونیم و اجرا نمیکنیم، یا میدونیم و عکسش رو انجام میدیم. فکر کنم این همون آقاست. در اصل ایشون نوشته که دنیا به صورت در حال پیشرفت است و ما با افتخار به نیاکانمان 2500 سال پیش، یه ادم به 1400 فقط داریم جنگ میکنیم. دائما در حال مسخره کردن عرب ها هستیم، آنان را تنبل خطاب میکنیم بدون اینکه پیشرفت های آنها را ببینیم. به راستی به معماری مدرن و زیبای شهرهایشان دقت کرده ایم. دائم در مجامع بین المللی در مقابل لابی های قدرتمند اعراب شکست میخوریم و از مدیریت جهانی صحبت میکنیم. خب ببینید دوستان، حالا این آقای دکتر یوسف ابازری، این کارشناس و متخصص و جامعه شناس دانشگاه تهران، آقا مگه این ساختمونای دبی رو عربا ساختن؟ هرچی نقشه و آرشیتکت و پول و نمیدونم چی بوده از این ور اون ور بردن. و شما باید بگی الان دیگه این مسئله نیست که نمیدونم این ستون رو چون ساختن فلان بوده، اون ستون رو گذشت رفت.
شما تیمای ورزشی رو نگاه کن، دیگه یکیش نیست که بگی 100% مثلا مال سوئده، بگی 100% مال ایتالیا. تو ایتالیا طرف آفریقاییه، نمیدونم هندیه، پاکستانیه داره بازی میکنه، تو سوئد طرف آمریکاییه داره بازی میکنه. مانی مانی تاک میگه، حرف اول رو پول میزنه. در اصل ممنونم، ولی این چیزایی که ایشون نوشته دوست عزیز، اینم باز یکی از همونهاییه که بفرستم برای دوستم یا نفرستم. والا بلا من به شما نمیگم نفرستید، من دارم میگم وقتی میفرستید اولا خودتون خونده باشید، بعد نظر خودتون رو هم بگید که من با این آقا کاملا موافقم. از صبح تا عصر بشین برای بچهای دانشجو هی بگو که سه چیز هست که شما نباید این کار کنید، نمیدونم غیبت در پشت فلان، ذلت در پشت فلان، نمیدونم، شاید هم گفتنش تکرار کردنش خوب باشه. دستگیری یک داعشی در شهر گراش در استان فارس. این گراش و لار و لامرد و خنجون و اینا، خنج و اینها همش طرفای جنوب شیرازه، اونجایی که گرمه، اونجایی که زلزله اومد، اونجایی که تا زمان شاه پسر عموی خود من در لامرد در ژاندارمری سرباز بود، گروبان یک بود، باید آب رو اینجوری برمی داشتن، این کرمایی که توش اینجوری اینجوری میکرد میآوردن میجوشوندن تمیز میکردن میخوندن. آبنبار بود، یه آب درست حسابی نبود. آبنبار یعنی یه جایی یه گودی میکنن، آب بارون میره اونجا، بعد یه سرپناهی هم داره که بعد آفتاب به اصطلاح تبخیرش نکنه. البته یادتون باشه اینی که من میگم برای که من به اصطلاح مشکل دارم، و الا تمام بیابانهای ایران شیر آب بود. تازه شیر آبو که باز میکردی ازت سوال میکرد که میخوای باهاش چای درست کنی آب گرم بهت بدم، یا میخوای نوش جان کنی چای آب سرد بهت بدم، یا اگه این دوتا رو نمیخوای شربت آب لیمو بهت بدم. اینجوری بود، از این خبرهایی که این مزخرفا میگن نبود. درسته این فیلم رو با هم ببینیم، دستگیری یک داعشی. گفتم بافرین به این ایرانیا، چیزی حالیشون نیست که خطرناکه و فلان و اینها. مثلا اگه یه داعشی دیدن میرن میگیرن، ولی مشکل این کار اینه که فردا اگه با یکی هم دشمن شدن، به یکی بدهکار بود خواستن پولش ندن، تو خیابون یه دفعه فریاد نزنن آقا این آقا داعشیه، ملتم بریزن سر اون بدبخت که پارش کنن. در اصل این نوشته دوستمون، ما میفرستیم برش نشون میدیم به شما، دستگیری یک داعشی در گراش استان فارس. تو رو به جدتون دوستان، تلفناتون رو افقی بگیری 90 درجه بچرخ. خوش بزن، خوش بزن، خوش بزن، خوش بزن، خوش بزن، فقط خوش بزن، فقط خوش بزن، خوش بزن، خوش بزن، نگاه خوش بزن، بذار بذار بیاد تا بکوی دو تا سه تا سه تا. یا من چیزی نفهمیدم، یه نفر اون وسط 10-15 نفر که اسلحه دستشونه با مشت و لگد دارن اینو میزنن، و بالاخره این چیزا باید، ببخشید من اینو بیارمش اینجا، اینهایی که تو کار چیزای نظامی و اینها هستن باید بلد باشن طرف رو بگیرن فوری دستبند بهش بزنن. بله ممکنه بعض وقتا هم یه دوتا تیرم مجبور بشن به اصطلاح شلیک کنن، ولی اینجوری هرج و مرج نمیدونم. خدا آخر عاقبت دنیا رو به خیر کنه. خب اون عکسای خوب رو هم که پتیک فرستاده بود نشون دادیم. بریم اینجا نوشته با کمال، این رو هم باز پتیک فرستاده. قبلا من اینو دیده بودم، ولی بعضی چیزا هست که دیدن چند بارش هیچ اشکالی نداره و فقط یادآوری میکنه و یکم بهمون میگه ما کی هستیم، کی بودیم، فردا کی امیدواریم بشیم. با کمال افتخار اعلام میکنم که این تصاویر کاملا ملی میباشد و هیچ کشوری حق کپی برداری ندارد. میبینید که اینجا دکون نونوایی نونسنگکیه، یه آقایی که حالا یا شاطره یا خمیرگیره یا نونواز، نمیدونم اینجا چند تا چیز داشت، از گرما رفته تو این جایی که این یخچاله،
یخچالای ما نوشابه و اینها به این صورته. به نظر من این بزرگترین اشتباهه که از یه جای گرم شما بری یه جایی به این سردی. البته خب میدونید مثلا طرف میره سونا، بعد از سونا میپره تو آب سرد، میگن ماهیچه ها وقتی گرم و سرد بشن، حتی فوتبالیست های آمریکایی یه وانی هست پر یخ میرن میشینن بعد روشون یخ میریزن، نمیدونم. ولی من اگر گرمم باشه نمیام این کارو بکنم، یه پارچه یه لنگی یه چیزی خیس میکنم رو سرم قرار میدم، آبش رو به سر صورتم دستم میمالم، ولی این کار نمیکنم. نظر شما چیه؟ و این هم رانندگی این آقا که حتما با سرعت میخواسته بین دو سه تا ماشین رد شه، اینجوری رو دو تا چرخ رفته بالای اون یکی. و این هم اینجا تابلوهای این به اصطلاح ستون برق وسط این جاده است. البته ناگفته نماند خود هم اینجا وقتی دارن یه جاده ای رو پهن میکنن عوض میکنن، منم میتونم برم یه عکس بگیرم از یه پلی که به هیچ جا نیست و ماشینا میافتن پایین. ممکنه این جاده رو گذاشتن، این کارا رو انجام دادن، بعد این ستون رو بذارن اینجا، ستون رو سیماشو بکشن. اتفاقا نگاه کنید یه ستون بدون سیم اینجا هست، ببینید، بعد بکشن اینور این باز بشه. ولی خب هست دیگه، این برای شوخی و اینها هم که باشه بد نیست. و اینجا نگاه کنید که اینا چجوری موتوسیکلت و وسایلشون رو دارن با یه موتوسیکلت دیگه میبرن و اصلا به فکر جن هم نمیرسه که یه همچین کاری رو انجام بده. و اینجا نوشته که زرش پلو با مرغ چلو استانبولی، بعد میاد پایین نوشته همبرگر با برنج. خب این همبرگر مثل همون کتلت خودمونه، مثل شامیه، مگه شما شامی با برنج نخوردید؟ ضمن این که من تو ایران دیدم حتی ساندویج پنکیک هست، خود پنکیک یه خمیریه درست میکنن به جای نون، اینجا روش شیرینی و خامه و اینا میریزن میخورن، ولی توی ایران ساندویج پنکیک بابت مشکلی داره دیگه. انواع قلیان، نمیدونم چه چیز جالبی تو این هست، لواشک، طالبی، گل، آدامس، نوشابه، آلبالو، خب اینا بوهای مختلفیه که داره. ای کاش منظورتون رو علامت زدیم، کاپوچینو، عسل، لیمو ترش بمانند. و اما اینجا یک صابون که یه نفر مثل یه تیکش خورده و بعد حرف بدی زده، میدونی تو آمریکا میگن اگه حرف بد زدی باید دهنتو با صابون بشوری، و اینم این آقا. اون وقتا خود ما هم این کارو میکردیم، شلوارا رو میکشیدیم بالا و اینجوری راه میرفتیم. یادم به بچگیهای خودمون افتاد. البته از این پاچه و اینها معلومه که این شلوار یا افغانیه یا پاکستانیه، بازم ناگفته نماند. این روزا توی ایران همه چیز هست. تهران ایالات متحده لرستان، شما نگاه کن این بنده خدا، این وضع ماشینش، این وضع مینیبوسش، زنگ زده حالا رفته یه پولی هم داده اینجا، اینم دلخوشیش به اینه دیگه، نمیشه دلخوشیش ازش گرفت. میگه رازیانه زیاد کننده مادران شیرده، باید لابد مینوشته زیاد کننده شیر مادران شیرده، بنده خدا اشتباه کرده. ما هم روزی صد تا از این اشتباه ها میکنیم، خیلی ناراحت نباشید. اینجا خط عابر پیاده، وقتی که مردم میان بعد اینجا جلوشون زنجیره. این از همون ماجراهایی که میبینی مسئول اون راهنماییه، مسئول این قسمت شهرداریه، این طرف اومده این زنجیرها رو گذاشته که کسی رو چمن نره و الی آخر. نارگیل کیلو 500 تومان حتما، و زیرش پرتقال هست. آه نوشته نارنگیل، لابد نارنگی میخواسته بنویسه، بنده خدا نارنگی و با نارگیل اشتباه کرده. و اما این نون بربری که آخ نگو و نپرس. از آوردن حیوانات سگ و خر به پارک اکیدن خودداری فرمایید. این آقا اولین واکسی تلفنی، من یه ویدیو هم ازش نشون دادم، فکر کنم اسمش هم علی واکسی بود یا بعد مکس، اینها علی واکس، علی واکسیما، علی واکسیما 2000@yahoo.com. حالا بعد براش یه ایمیل میفرستیم ببینیم حالا به جای رسیده یا نه. ببینید چرا نه، این همون ماجرایی که به اون دوستم گفتم، اونی که احتیاج داره من فکر نمیکنم بیاد دستشو ببره بعد بگه فلانی زد منو، حالا بیاین به من دیه بدید. ببینید آقا شیک، موها پونی،
عینک و کراوات و ساعت و یک چرخ هم خریده و این رو بر چیز کرده. احتمالا اون کسی که به این زنگ میزنه بهش تیپ میده، پول خوب میده و الی آخر. بعد نوشته که غذاخوری غزال زرشک پلو با برنج. خب اینم اشتباه لپیه دیگه، چون الان اینجا دیگه شما کباب وقتی میگیری ازت میپرسه، حتی چلو کبابی، کباب با برنج میخوای یا کباب با نون؟ این بنده خدا دیگه نوشته زرشک پلو با برنج، مشکل نیست. و اما اینم آینده نمیدونم وبسایت چیه، تو ایران جدیدن رسم شده این بنر مینویسن، فوت یکی، تولد یکی، فارغ التحصیل شدن یکی، باز کردن مغازه، از حج اومدن، و ببینید چقدر زشت این ساختمون رو به این روز انداختن. و اما نوشته که در این کادر چیزی ننویسی. اینو زیر ورقه‌های امتحان می‌نوشتن معمولا، که نمره مثلا ممتحن نمره بده، ممتحن امتحان یادم رفته بود این کلمه ممتحن یه دفعه آمد خود. بعد طرف نوشته باشه، خب این جوکای قشنگ اینجوری بد نیست. بعد نوشته که فروش آجیل تا سقف 500 هزار ریال 4 ماهه با وکالت، کس از حقوق بدون زامه. خب این نشون میده که چیزها چقدر گرونه و مردم باید چیزها رو قسطی بخرن. خب حالا بازم دمشون گرم که الان میذارن امروز آجیل بخورن، بعدا تا 4 ماه دیگه قسطش رو بدن. خب اجازه بدین که کارت اینترنت مرغ منجمد گوشت چرخ کرده موجود است. کجای این اشکال داره؟ من نمیدونم. شما تو 7-11 که میری کارت تلفن میخری، ورقه لاتاری میخری، نوشابه میخری، گوشت میخری، شیر میخری، میای بیرون بنزینم میزنی، یخ هم میخوای میخری، آبجو هم میخوای میخری. نکنید دیگه، بذارید اونا هم اینجوری باشن. ناموسن یکی بیشتر ور ندارید، حرومه. اینم به اصطلاح چیز کرده، نس کرده، چی میگن؟ خیرات کرده ولی به من ناموسن. خب این تابلوه رو نمیتونم بخونم متاسفانه، نیست که هرچی برعکس نوشته. و اما نوشته اطلاعیه تیمهای فوتبال موظف میباشن در صورت تمایل به استفاده از سالن اول هر ماه قبل از اولین جلسه اجاره ماهانه را پرداخت می‌کنند و در غیر این صورت ساعت آنها به گروه دیگری واگذار می‌گردد. هیئت بدمینتون شهرستان، اینم اصلا اشکالی نداره، هیئت بدمینتون یه سالونی رو اجاره کرده، بعد میگه تیم‌های فوتبال میتونن بیان اینجا استفاده کنن. شما کجای این اشکال دیدید که هم بالا علامت زدید هم پایین؟ خیلی وقتا اینجا هست، یه نفر میره کلاسی رو اجاره میکنه، خودش کلاس کاراته داره ولی میده به دیگران اجاره برای کشتی، برای چیزای دیگه. دکترا، جراح، دندانپزشک، DDS، فارغ التحصیل از خارج. خارج دقیقا نمیدونم یعنی کجا. اوکی. آسیب معدنی، آب معدنی، چای، قهوه، نسکافه، آبجوش، بستنی بالای پمپ بنزین اینو زده. خب اینم هم تقریبا همون 7-11 خودمونه. و اصلا ممنونم از پتیک عزیز، آقای آریانپور و دوستان دیگه. ممنونم از شما دوستانی که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. اگر مایل بودید مهمان برنامه ما باشید، فقط بنویسید در چه موردی میخواین صحبت کنید. من بارها گفتم که مخالفین من، این رو برای آقای بهرام، خسرو بهرامی میگم، آقا میگم مخالفین من بیان صحبت کنن، نه شما اگه میخوای حرف بزنی بگی من مخالفم که بیان مجانی هم. شما با چه چیزی که من امروز گفتم مخالفی؟ بگو من میخوام در اون باره بیام صحبت کنم، مثل بچه آدم میای مهمون. ولی مهمون مثل نفسه، مثل اکسیژنه، وقتی میاد بهت نشاط میده، تازگی میده، میخندی، میگی. ولی اگه موند همون مثل نفسی که در سینه بمونه میکشتت. شماها الان دیگه شدید گاز کربونیک، دیگه اکسیژن نیستید. روز روزگارتون خوش و با ما در تماس باشید. اشکالی، ایرادی اگه میبینید بگید، ما همه چیز رو اینجا نمیفهمیم، همه چیز رو همگان دانند. و بعضی وقتا چی همیشه میگن you don't know how much you don't know، شما نمیدونید یا ما نمیدونیم چقدر نمیدونیم.
باید یه جایی برسیم بگیم اه اینجوریه اه اونجوریه تا الی آخر یاد بگیریم. از ندونستن ناراحت نباشید، از یاد نگرفتن ناراحت باشید که مغزتون ببندید بگید من دیگه نمیخوام چیزی یاد بگیرم. دوستان عزیز، بعد از برنامه من کانون آوا، بعد ارشاد، بعد سوربی، همینجوری دور میزنه. میبینید اینجا تعداد زیادی نیستن و اینجا با وجودی که اسمش تلویزیون مردمه، مردمی که راه و رسم تلویزیون داری آمریکایی رو بلدن میان برنامه میذارن. اونایی که میگه آقا من دکتر فلانی هستم، میگیم آقا ببخشید اون طرف چمن و خوراک بره ریختن، بفرمایید. دوستان عزیز ببینم این دوستون چی نوشته. ممنون از برنامه، من از نوروزی های شیراز هستم، شدی نور علی نور و برات فرستادم اون پیامو. و اون دوستمونم از فکر کنم اهالی شیراز و جنوب هستن، جنوب شیراز، که الان در خلیج فارس زندگی میکنن، سالهای سال تو رادیو تلویزیون بودن. شاید به زودی اگر این امکان پیش اومد که با تصویر و صدا مهمان ما باشن، با شما باشن. آقای نوروزی، شما یادم یه جایی که رادیو بودی، تلویزیون بودی، برنامه بودی، با من نماس بگی ببینم کجای کاری چه کاری. گفت تو اول بگو با کیان دوستی، پسنگاه بگویم که تو کیستی. دوستان عزیز، هر آشغالی براتون رسید برای دیگران نفرستید. اگر خودتون وقت کردید، خوندید، تماشا کردید، خوشتون میاد، بدتون میاد، برای دیگران بفرستید، بنویسید نظرتون هم چیه. روز روزگار بر شما خوش. و من دیگه از امروز تلگرام رو نخواستم. طلاق. خدا نگهدار.